دانش. رادیو و وب تیوی همسفر تقدیم می کند کتاب دانش، آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای کامپیوتر و ارتباطات در برنامه کتاب دانش. تهیه و اجرا فرانک. کتاب دانش. خب فرانک عزیز، به استودیو یا به استودیو بسیار بسیار خوش آمدید. امیدوارم هفته قشنگی رو پشت سر گذاشته باشی. بفهمید آقای فرانک. بله. صدا بسیار بلند بود در گوش من. تو گوشی شما بلند هست، اجازه بدید. الان خوبه؟ بله تست کنیم ببینیم صدا خوب هست. صدا خوب هست. یک دو. یه ذره کم شد، یه ذره بلند. بله خوبه. اوکی. الان باز بلنده، ولی خیلی الان خوبه. الان پرفکت. بله. بسیار عالی. بله. ما اصلا نمیخوام گوشهای نازنین شما مشکل پیدا کنه، فرانک عزیز. بله، با درود به شما شنوندگان و بینندگان برنامه‌های رادیو و تلویزیون همسفر، آغاز می‌کنیم برنامه‌ای دیگر از مجموعه برنامه‌های کتاب دانش از این صدا و برنامه رو. و توجه هم داشته باشید که در رابطه با این برنامه وبسایتی هم به همین اسم www.kitabedanish.com رو داریم که اولین مطلب امروز که معرفی یک انسان موفق هست رو لایو از روی سایت کتاب دانش براتون داریم. بنابراین همه چیز آماده و حاضر است برای هموطنانی که به روی اینترنت هستند و میخوان ببینن که این توضیحات از کجا میاد. همه این توضیحات به صورت بسیار کامل با فیلم، تصویر و داکیومنت، لینک به مطالبی که ما اعلام میکنیم، همه و همه رو در حال حاضر به روی سایت کتاب دانش در رابطه با مطلب امروز پیدا خواهید کرد. بسیار. و اما عناوین دیگر این برنامه، نگاهی خواهیم داشت به گرونترین مطلب گذاری به روی فیسبوک و گرونترینش. بله، میخوایم ببینیم که چه واقعی رخ داده و پس از اون هم که نگاهی داریم به جدیدترین ریسرچ و تحقیقات دانشمندان آمریکایی از پرده برداری تکنولوژی کاملا استثنایی در رابطه با ارتش آمریکا. و اگر وقت کنیم نگاهی خواهیم داشت به جدیدترین اکتشافات دانشمندان و راز شکست، یا بهتر بگیم شکست شدن راز اینکه چگونه بتوانیم از این به بعد خانه های ویلایی خودمون رو به توسط ربات ها بسازیم. بح بح. و این دانش رو دانشمندان از کیا یاد گرفتن؟ ایرانی ها. موریانه ها. و نگاهی خواهیم داشت که چگونه دانشمندان پس از مطالعه 11 سال شبانه روزی به روی موریانه ها، راز کشف این که چگونه اینها با هم کامیونیکیت میکنن و چگونه میسازن، چگونه تک پروژه رو به جلو میبرن و خانه خودشون رو میسازن، راه رو خواهد باز خواهد کرد برای میلیارد اینداستری و دیزاین و طراحی خانه ها و ساختمان ها به توسط ربات های کوچکی که بنابراین بله طرز رفتار و کارشون رو از موریان ها یاد گرفتن. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، چون همه اینها در رابطه با قسمتی جدید در تلویزیون ملی سوئد اسوته که برنامه ویتنسکاپ رو چند جلسه ایست که اختصاص دادن به مطالعه شبانه روزی و سالهای دانشمندان آمریکایی و انگلیسی به روی مورچه ها، موریانه ها، موش ها و غیره، و اینکه با جدیدترین سیستم های کامپیوتری، جدیدترین متدهای ریاضیات و فیزیک و
بهره برداری موفق شدن با دوربین به خانه اینها برند و حتی برای اینها خانه ای از کپی خانه خودشون بسازند و اینها رو بتونن به طور 24 ساعته در آزمایشگاه مطالعه کنن، که سرانجام ختم میشه به دیزاین و طراحی تکنولوژی‌های کاملا استثنایی در ارتش آمریکا و انگلستان. بله، این فیلم ها رو حتما ببینید که باور نکردنی است که بالاخره به این نتیجه رسیدیم که کتاب دانش به اصطلاح آگاهی رسانی، اطلاع رسانی از ما و قضاوت از شما و اینکه وضع چقدر خراب هست از شما. بله دوستان، آغاز میکنیم برنامه امروز رو با معرفی یک پروداکت و یک شخصی که پشت این پروداکت هست و اینکه شاید باورتون نشه که روزانه بیشتر از 1 میلیارد انسان در روز این پروداکت رو استفاده میکنن و از حالا میتونم گارانتی کنم که اگر در بله در خانه شما، در خانه شما به طور 100% پروداکت های این کمپانی و به هر حال پروداکتی که اینجا براتون توضیح خواهیم داد 100% وجود داره. امروز براتون میخواییم از یک انسان موفق و افتخار آفرین صحبت کنیم که طبق معمول هیچ کس به ایده و فکرش اعتقاد نداشت، هیچ کس حرفاشو قبول نمی کرد، ولی بالاخره موفق شد به جهانیان ثابت کنه که من درست میگم و حق با من هست. امروز نگاهی داریم به معرفی یکی از بزرگترین افتخارات کشور آمریکا، کمپ ژیلت، و میخوایم بنابراین داستان کسی رو براتون توضیح بدیم که پایه‌گذار و مخترع تیغ ریش زنی هست، کینگ کمپ ژیلت. اسم این شخص کمپ ژیلت هست، ولی بعدها به افتخار اینکه پتنت و پروداکت درست کرد که تمام جهان رو عوض کرد، یک شبه مقام کینگ رو هم جلوی اسمش قرار دادن. مطلب رو همونطور که براتون اعلام کردیم از سایت کتاب دانش داریم. به طور خیلی خیلی خلاصه من این مطلب رو اینجا معرفی خواهم کرد به خاطر اینکه به صورت کامل به روی سایت هست و چون که وقت هم کم داریم، کلی مطلب دیگه داریم، بنابراین خیلی سریع از یه سری تاریخ و صحبت ها میگذاریم. و ولی خلاصه مطلب در رابطه با این هست که به این میگن افتخار آفرینی، به این میگن فرهنگ، به این میگن تکامل، به این میگن تکنولوژی، به این باید بالید، به این باید افتخار آفرینی کرد. بله، میرسیم به توضیح و سال رو میبریم به سال 1630 که دو جوان بسیار فقیر از کشور انگلستان خودشون رو بالاخره با هزاران رنج و تحمل به خاک آمریکا میرسونن. از این دو فرد جوان چند سال بعد فرزندی به دنیا میاد که از اون فرزند فرزند دیگری، و خلاصه اسم فرزند آخری رو که در رابطه با این صحبت ما هست رو میذاریم یا میذارن کمپ ژیلت. و اینها فلیت ها میکنن یا موو میکنن به ناحیه های بوستون و حوالی نزدیک های دانشگاه ماساچوستس اینستیتو آف تکنولوژی. ولی قبل از که بحث رو ادامه بدیم توضیح بدیم که به طور کلی کینگ کمپ ژیلت در 5 ژانویه سال 1855 در فورد دولاک در ویسکانسین در حدود 2 ساعت و نیم، اگر شما که در آمریکا هستید و شاید این صدا رو گوش میدید، اگر از با ماشین از شیکاگو 2 ساعت و نیم در کنار اون کوست هایوی رو به سرعت بالا برید به روستای کوچکی میرسید به نام فان دولک که اسم این محل و روستای کوچکی است که فان دولک فان دولک میتونید لینک و لینکش به روی سایت هست که دقیقاً کجاست رو روی لینک بزنید با نقشه میرید به محل تولد کمپ ژیلت. و اعلام هم کنیم که ایشون در سن 77 سالگی در 9 جولای سال 1932 چشم از جهان فرو بست در لس آنجلس کالیفرنیا. حالا به داستان میریم. زمانی که کمپ ژیلت جوان بسیار
میشه گفت فقیری بود و گوش و کنار میگشت که دنبال کار بگرده، بالاخره در حدود سن 17 سالگی با یک شخصی آشنا میشه که خود این شخص میشه گفت پایه‌گذار این تفکر و علم هست در کمپ ژیلت، و اون همانا مختره و شخصی است که پتنت این آهنای رو داره که روی شیشه میذارن. آقای زاد همین وقتی در شیشه رو باز میکنیم در بطری رو، این آهنه هست که روی است که روی بطریه که باز کن باز میکنیم. بله بله، کسی بود که تشتک میگن دقیقاً به فارسی تشتک یا هرچی. به هر حال این شخص کمپ ژیلت به دنبال کار میگشته و این ور اونور میرفته و بالاخره میاد به مغازه‌ای و به محلی که شخصی که پتنت در سال، میدونید که در سال دوم فوریه سال 1892 یعنی تقریبا حدود 70 سال قبل از کشف نفت در کشورمون، بله، یک شخصی این رو پتنت میکنه و مغازه‌ای باز میکنه و خلاصه شروع میکنه به فروختن این در بطری ها. یعنی همه جا هر کی می‌خواست با بطری مایه چیزی ببره میومد بطری ها رو اول میوردن پلوی کمپانی این دستگاهی داشته و چون پتنت هم داشته اینا رو سر بطری میزد و اینا رو خلاصه به این ور اونور میشه گفت میفروخته. و اینجاست که کمپ ژیلت به مغازه این میاد و شروع میکنه با این همکاری کردن و به اصطلاح میتونیم بگیم سلزمن این شخص میشه و شروع میکنه این پروداکت ها رو به اصطلاح مارکتینگ کردن. و ولی وقتی که سنش میره بالاتر مثل خیلی معتا و افراد دیگه خب ریش در آورده بوده و در اون زمان چون سلزمن و مارکتینگ این کمپانی رو به عهده داشته و سربطری ها رو این ورور میبرده و اینا رو میفروخته، خب خیلی هم باید لباس شیک و اینا تنش بوده، ولی چون با قطار این ورور میرفته وقتی که میخواسته ریشش رو در قطار بزنه بسیار بسیار با مشکلاتی مواجه بوده، به خاطر اینکه ریش زدن در اون زمان به این صورت بود که یک باید میرفتید پلوی یک شخصی که این شخص یک دسته خیلی زخیمی دستش بود که سر این دسته یک تیغی بود که این رو هم باید هر دو سه شب یه بار میفرستادن یه جای دیگه که اونها با چرم این رو میسابیدن که این تیز بمونه، و بنابراین چیز خیلی زخیم بزرگی بود که باید آدما میرفتن یه جای مخصوصی که اونا ریش افراد رو بزنن یا موهای سر افراد رو بزنن. ولی وقتی که کمپ ژیلت چون میخواست شیک و تمیز باشه و مارکتینگ کنه و به شهرهای مختلف بره، یه روز صبح که در قطار سوار میشه و اومد که یه چیزی دستش بوده که ریش رو بزنه، گردنش رو پاره میکنه و خونریزی میشه و صبح روز بعد یک دفعه به این فکر میفته که چرا من نیام و یک طرحی رو دیزاین بدم که از شر این مکافات خلاص بشم و سعی کنم که این پروداکت رو به صورت یه چیزی دیزاین کنم که بتونه این وضعیت رو حل کنه. به مدت میاد شب خونه طرحی رو طراحی میکنه و طرحی رو میکشه که طرحی رو که کشیده که بعدها به یکی از مهمترین و تاپترین میشه گفت پتنت های جهان تبدیل میشه، این طرح رو و این نقاشیش رو که با دستخط خودش هست رو به روی سایت کتاب دانش میتونید در رابطه با این مطلب پیدا کنید. این مطلب رو و این طرح رو هر کاری میکنه که به این ور اونور ببره و هر کاری میکنه که به حرفاش گوش بدن، هیچ کس این صحبتاش رو قبول نمیکنه تا اینکه به مدت 6 سال، پس از 6 سال طول میکشه تا بالاخره شخصی که کارش همکاری و تدریس در دانشگاه ماساچوست اینستیتوت آف تکنولوژی بوده بالاخره به حرفش گوش میکنه و میگه اوکی من حاضرم که این کار رو انجام بدم. و در سال 1901 ملاقاتی انجام میشه بین کمپ ژیلت و ویلیام نیکلسن که به همکاری هر دوتا برای اولین بار یک پروتوتایپ رو بر اساس نقاشی کمپ ژیلت درست میکنن و داستان راجب این بوده که بیایم و یک دسته ای رو درست کنیم که برای اون دسته یک تیغی است که افراد وقتی این رو میرن میخرن دیگه احتیاج نداشته باشه هر دفعه برن هر دوتا رو بخرن، فقط اون دسته رو یه بار میخرن بعد اون تیغش هم گهگداری میتونن عوض کنن. که این ایده و این فکر رو از اون شخصی گرفته که پتنت اون بطری چیزای سر بطری داشته، به خاطر اون بهش گفته بودی اگر میخوای در زندگی موفق شی باید پروداکتی رو دیزاین و طراحی کنی که همینجوری هی مردم بتونن مصرف کنن.
به هر حال 6 سال طول میکشه و حتی توی شهر به عنوان دیوانه خطابش میکردن و هر وقت از شهر و خیابونهای شهر عبور میکرد مغازه ها و اطراف و درها رو محکم میبستن، چون میدونستن الان اگه راش بدن شروع میکنه راجع به طرحاش و ایدهاش صحبت کردن که من یه چیزی درست کردم که میتونیم تیغ صورته که من میتونیم تیغ سر صورتمون رو با تیغ بزنیم. که خلاصه با این حال به روی ایده و فکرش وایساد، مبارزه کرد و این مبارزه به مدت بیشتر از 6 سال ادامه داشت. این همونطور که یادآوری کردیم در سال 1901 بود که برای اولین بار ایدهش رو مورد علاقه قرار دادن و شخصی شروع کرد این رو دیزاین و طراحی کرد. و وقتی که این رو طراحی و دیزاین میکنن، این میرسه به تقریبا سال این که ما اینجا خیلی سریع هم اعلام کنیم که تاریخ مهمی رو اینجا بگیم که چه موقعی بود که این دیزاین و طرح رو میفرستن به اداره پتنت آمریکا که در 4 سال بعد در 15 نوامبر سال 1904 اداره پتنت آمریکا پتنت شماره 777-134 رو به اسم کمپ ژیلت و به عنوان اینکه یک تیغ صورت رو اختراع کرده ثبت میکنه. و اینجاست که نه فقط این شخص بلکه تمام صنایع و اینداستری کشور آمریکا به خاطر همین یک طرح نقاشی عوض میشه و به زودی نگاهی خواهیم داشت به اینکه کسی که هیچ کس به فکر و ایدش اعتقاد نداشت، کسی که درها رو از روش میبستن، کسی که حتی بعضی وقتا کتکش میزدن دو سه نفر که دیگه راجب ایدهش حرف نزنه، بعدها پروداکتشو به ارزش 57 میلیارد دلار یک کمپانی خرید و امروزه در گوش و کنار جهان روزی بیشتر از 1.5 میلیارد نفر، یعنی بیشتر از 600 میلیون مرد و چند صد میلیون زن در روزانه از پروداکت‌های این دانشمند پر افتخار آمریکایی استفاده می‌کنن. و موزیک کوتاهی گوش میکنیم و ادامه داستان رو براتون داریم. بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب دوستان، حالا که فرانک داره صحبتشو میکنه، یعنی داره برنامه رو گلوی تازه بکنه، من چون موزیک رو آماده نداشتم ولی میخوام یه صحبت کوچولویی بکنم. فرانک هر موقع آماده بودی به من اشاره کنه، یعنی هر موقع خواستی اشاره کن تا من میکروفون رو به شما بسپارم. یه متن جالبی رو من در فیسبوک پیدا کردم که اینو من گذاشتمش برای حالا در دنباله برنامه براتون بخونم. جالب اینجاست که در ناسا طبق نوشته روزنامه یا مجله سپیس، عزیزان، طبق نوشته مجله سپیس در ناسا 43% محققین و پژوهشگرانی که در اونجا، یعنی دانشمندانی که در اونجا وجود دارن، ایرانی هستن. بسیار جالب، حدود 80 ایرانی در ناسا فعالیت میکنن و فقط در یک سازمان. به غیر از اون 60-70 نفری که فرانک اعلام کرده به عنوان دانشمندا هر روز، یا اونها کسایی که برای تاریخ جهان افتخارآمیز بودن و فعالیت کردن، من به یک نتیجه اخلاقی رسیدم که ایران ممکنه نتونه که وسایل الکترونیکی و اینا تولید بکنه یا ماشینی چیزی تولید بکنه، ولی ایران تنها جز معدود کشورهای دانشمند پرور جهانه. نظر چیه فرانک جان؟ بله که ولی تعداد به این زیادی بتونه دانشمند تحویل دنیا بده و در جای دیگه خب برن فعالیت کنن دیگه. البته این حالا من نمی‌دونم، من اگر نظرمو بگم، از نظر من، خب من اینجا چندین بار اعلام کردم که متاسفانه شاید افتخار آفرینی، ولی برای کی، برای چه کسی، برای کجا، برای نام ایران کردن. حالا در خود ایران نتونستم بکنم، ولی برای نام ایران کردن. این خیلی مهمه. بله. حالا اصلا نمیخوام برای بحث عوض کنم، نه گفتم این وسط تو پازه تا این برای که از سری آدمایی مثل پروفسور محمد جمشیدی، فیروز نادری، از حمید برنجی، از خانم مثلا دکتر مقدم که دن تو اینا، همه کسایی که تو ناسا کار میکنن، پروفسور همین صمد حیاتی و اینا، حالا 80 نفر هستن. یه لیست بسیار جالبی بود، خیلی جالب بود. میگم به غیر از اونایی که حالا خودتون در زمینه ریاضیات و تاریخ و این چیزا اصلا همه رو خودتون گفتین و اینا انسانایی هستن که حیف که در مملکت ما موقعیت بارور شدنشون وجود نداره و باید به این ور اون ور دنیا برن و در جاهای دیگه به قول معروف افتخار
آفرین لوکا. خب بله، فرانک بله، بله دوستان، برمیگردیم به بحثمون و معرفی کینگ کمپ ژیلت، مختره و پایگزار تیغ ریش تراشی. بله، توجه داشته باشید که اگر زمان رو به کوتاه برگردونیم، در سال 1871 آتش سوزی بسیار مهیبی در شهر شیکاگو رخ میده که تمام زندگی کمپ ژیلت و پدر مادر این رو میشه گفت از بین میبره. و بعد در رابطه با فلیتا کردن و به اصطلاح موف کردن از این آتش سوزی و از این شهر بود که میاند و با ویلیام پینتر آشنا میشه، که ویلیام پینتر به نوبه خودش پایه‌گذار یکی دیگر از بزرگترین افتخارات جهان هست که همونطور گفتیم دارای پتنت دوم فوریه 1899 که همانا پتنت و اختراع اون در بطری هاست بود، که خود اون هم روزانه در روز تقریبا 2.5 میلیارد بطری باز میشه به خاطر پتنت این شخص که میشه گفت مینتور و یاری دهنده کمپ ژیلت بود، ویلیام پینتر. بله، برمیگردیم به بحث و ترجمه داشته باشید که بالاخره پس از اینکه اداره پتنت آمریکا این پتنت رو ثبت میکنه و کمپ ژیلت رو به عنوان دیزاینر و مخترع تیغ صورت اعلام میکنه، اینجاست که جهان به صورت کلی عوض میشه، به خاطر اینکه در زمانی که جنگ جهانی اول شروع میشه و اینجا نشون میده داده میشه که نیروهای آمریکایی هم در این جنگ اینوالو هستن، قراردادی بسته میشه بین ارتش آمریکا و کمپانی که کمپ ژیلت ثبت کرده، و اینجاست که شروع میکنن به مقدار بسیار زیادی تولیدات و رونق دادن و اینکه اینها رو دیولپ کنن و درست کنن. و بالاخره اینکه حالا داستانشو به روی سایت میخونید، پس از جنگ جهانی اول 3.5 میلیون عدد دسته این خود تیغ صورت فروش رفته بود و 32 میلیون عدد تیغ که اینها رو ارتش آمریکا در طول مدت جنگ جهانی دوم از کمپانی ژیلت خریده بود، که یکی از مهمترین عوامل بهداشت و سلامتی سربازان آمریکایی در دوره جنگ جهانی اول بنابراین پروداکت‌های کمپانی ژیلت بود از کشور آمریکا. حالا یه چیز جالب واسهتون بگم، اینو که گفتی من اجازه بدید. بله بفهمید. در زمان جنگ ویتنام، خب تمام سربازای آمریکایی که در ویتنام بودن یک مشکل بزرگ با ریش زدنشون داشتن. بله. و اونم این بود که اینا عتیق استفاده میکردن ولی حق استفاده از افتشیو رو نداشتن. میدونی چرا؟ نه چرا؟ به خاطر که بوش باعث میشد که ویتکونگی ها بفهمن که مثلا الان ارتش داره از یک گروهی میره یا یواشکی یه جای قایم شدن و اینا، و اینو گرفته بودن و اینو بیچارا صورتشون جوش میزد، ریششون رو میزدن ولی نمیتونستن افتشه استفاده بکنن، و به خاطر بوش اینا این مشکل رو داشتن در ویتنام. بله بله، بحث جالبی بود و که به هر حال آمریکایی بنابراین با اتکلون زدن بود که نزدن بود که نه اجازه نداشتن بزن که ویتکونگا نفهمن اینا از کجا قایم شدن و چجوری هستن اینا. بله بله، حالا دوستان بحث رو ادامه میدیم و میرسیم به این که این پروداکت رونق پیدا میکنه و در چند صد کشور جهان شروع به طراحی و دیزاین میشه و یکی از مهمترین و گرونترین و تاپ مدرن ترین کمپانی‌های جهان که در کشور آمریکا و انگلستان رو داریم در حال حاضر، که کارشون دیزاین و دیولپ کردن جدیدترین نوع پروداکت‌های کمپانی ژیلت هست. و ترجمه داشته باشید که میرسیم به توضیحات کوتاهی در رابطه با خریدن و به اصطلاح اکیورد شدن کمپانی ژیلت، که خیلی خیلی کوتاه اشاره کنیم که ویلیام پراکتر و جیمز کمبل اینها هم افرادی بودند که در اوائل سال 1800 به خاک آمریکا میان، یکشون از انگلیس یکشون از ایرلند، به صورت نیمه جان اینها رو از دریا میکشند، این دو نفر رو اینها به خاک آمریکا میان و با دو تا خواهر ازدواج میکنند و به مدت پس از کوتاهی در سال 1837 کمپانی رو تأسیس میکنن به نام پراکتر اند گامبل،
شمایی که در خانتون الان مایه ظرفشویی یس رو دارید، شمایی که الان در خانتون بچه دارید که پوشک پمپرز داره، شمایی که در خانتون یا دستگاهی دارید که الان باتری های دراسل رو داره، شمایی که الان امروز تیغ صورتتون رو با ژیلت زدین، تمام اینها اگر برگردونید و پشت اینها رو بخونید نوشته P&G که مخفف Procter & Gamble است، کمپانی به ارزش 211 میلیارد دلار. از کجا اومده بودن؟ از انگلیس و ایرلند. و این کمپانی ایده و فکرش بر اساس این بود که مارک ها و برند های مختلف رو در جهان میخریم، اینها رو با ارزش میکنیم، اینها رو دیولپ میکنیم، اینها رو دیزاین و طراحی میکنیم و اینها رو در یک بسکتی در منیجمنت و در قدرت کمپانی خودمون نگه میداریم که همین جوری خریدن. و شمایی که در خارج از کشور هستید یا اونایی که در ایران هستن با پودر رخشویی تاید آشنا هستید، تاید هم یکی دیگر از پروداکت های کمپانی پروتکتر اند گمبل است و مایه ظرفشویی یس و چندی نوع شامپوی مختلف. و به هر حال در سال 2000 اولا توضیح بدیم که کمپ ژیلت به خاطر اینکه خیلی ها ایدش رو کپی کردن و ایدش رو دزدیدن و سعی کردن به هر حال پروداکت های شبیه درست کنن، در چند صد دادگاه مختلف مجبور شد پول وکیل های مختلف رو بده که از ایده و فکرش دفاع کنه و این وضع مالیش رو خراب کرد. بعدها به نواحی خارج از بعد برنده هم میشد هم بله برنده هم میشد، ولی خب چون خرج داشت کاسمانی و به هر حال به در اواخر عمرش به ناحیه‌های خارج از پالم اسپرینگ در خارج از لس آنجلس، شما که اونجا هستید میشناسید، موو میکنه و رنچیو به مقدار 4000 متر مربع میخره و خلاصه کم کم وارد مارکت زمین و پراپرتی میشه که این مارکت کرش میکنه و در لحظات قبل از مرگش با وضع مالی بسیار بسیار وخیمی روبرو بوده و از دنیا به هر حال چشم از جهان فرو بست و در سن 77 سالگی. ولی امروزه اون رنچ در و خانه‌ای که در اونجا ساخته، شمایی که برنامه‌های مختلف رو از تلویزیون آمریکا نگاه می‌کنید، یکی از برنامه‌ها راجع به این بود که افراد بیان وزنشون رو کم کنن، مسابقه بود که هر کی زودتر وزنش رو کم کنه و The biggest loser. بله، این اگر نگاه کنید در یکی از مجلل‌ترین و تاپ‌ترین جاهای آمریکا این فیلم برداری شده که همین رنچ این کمپ ژیلت هست که این رو داره. بله، و بالاخره میرسیم در سال 2005 که کمپانی پروتکتر اند گامبلر در یک روز ژانویه صبح در خبرها درج میکنه که کمپانی ژیلت رو به ارزش 57 میلیارد دلار دوستان میخره و اینجا این کمپ کینگ کمپ ژیلت به تاریخ میره و ایده و فکرش و اینکه هیچ کس باور نمیکرد و درها رو برش میبستن به کمپانی ختم شد که نه فقط بزرگترین افتخار کشور آمریکا بود، نه فقط بزرگترین افتخار این خانواده بود، بلکه میلیاردها دلار رو به روی روزانه به خزانه کشور آمریکا میاره این فکر و ایده. یعنی همونطور که ما گفتیم بیشتر از حدود یک و نیم میلیارد نفر در روز صورت خودشون رو با تیغ‌های حالا یا بدن خودشون رو، یا الان اگر به سایت کتاب دانش برید پروداکت‌های جدید این کمپانی در رابطه با مخصوص مثلا خانم‌هایی که می‌خوان موهای دور بیکینی رو بزنن، مردهایی که می‌خوان دورم سرشون رو بزنن، برای هر نوع ریش‌تراشی و خمیر بساسی اینا یه نوع تیغ درست کردن و استثنایی. توجه داشته باشید که خود کمپانی پروکتر اند گامبل که مخترع و پتنت دارنده خمیر ریش هست، همونطور که میدونید خود تاریخ خمیر ریش که دارای یکی از گرونترین فرمول های جهان هست و ارزش 3 میلیارد دلار، کمپانی پروتکت اند گامبل به مدت 11 سال بزرگترین دانشمندان فیزیکدانان، شیمیدانان و روانشناسان جهان رو دارم جمع کرده بود و به طور محرمانه به روی فرمول ژله‌ای کار میکردن که بیان و این رو در یک اسپری بذارن که شما اون ژله رو که به دستتون میمارید یه ذره که میمارید به خمیر تبدیل میشه. یعنی اول پتنت خمیر رو داشتن،
مدت‌ها روی این کار میکردن و بعد از اینکه خمیر رو به بازار دادن و خمیریش رو به بازار دادن، قبلا یادتون باشه فقط میزدید خمیریش میومد بیرون، ولی بعدها در سال دهه 1989 اون موقع بود که موفق به کسب پتنت ژله شدن که 3 میلیارد دلار خرج این فرمول رو کردن که هنوز هم محرمانه است و هنوز نمیدونه که کسی نمیدونه که اون خمیریشه ژیلت، اون ژله سبز رنگ و آبی رنگی که خنک میکنه و به کف تبدیل میشه، بهترینشون هم هست. بله، تاپ ترین و فیوژن یکی دیگر فیوژن که از پروداکتر دیگر. و ترجم داشته باشید، زمانی که تیغ سه میدونید که تیغ همونطور که میدونید اول از یه تیغ بود، بعد شد دو تا، بعد سه تا، و در یکی از پروداکت هایی که با نام مچ بود اسمش، کمپانی ژیلت 1.5 میلیارد دلار به مدت 6 سال دانشمندان خودش رو جمع کرده بود. میدونید امروز این کمپانی 12,000 نفر در فقط قسمت ژیلت کار میکنن و 140,000 نفر کل افرادی هستن که در کمپانی پروتکت اند گمبل کار میکنن که یک قسمتشون این ژیلت است. اینها بیشتر از 1.5 میلیارد، تقریبا 1.5 میلیارد دلار فقط خرج دیزاین و طراحی اون تیغ صورتی رو دارن که دارای 3 تیغ هست. و بنابراین همونطور گفتیم، هم در کشور انگلستان و هم در کشور آمریکا دیزاین، طراحی و کانسپت های جدید در انگلستان دیزاین میشه و تولیدات و فروش و اکسپورت در کارخانه است در آمریکا که به عنوان یکی از مدرن ترین صنایع و اینداستری های جهان که تمام ربات ها، سیستم های جدید کامپیوتری همه دست در دست هم داده که به شما این تیغ صورت رو تقدیم کنه. برید و این داستان رو از نزدیک بخونید. دیگه وقت رادیو رو بیشتر راجع به این داستان نمیگیریم، ولی به طور کلی خیلی جالبه. من چند پیش متاسفانه اشتباهی چیز شد، مجبور شدم سخنرانی که از این مسئولین کشورمون به گوشم خورد که بله جمع شدن اینجا با ما میخوان مذاکره کنن و قرارداد ببندن، ولی بله جمع شدن صف بسن، همه دنیا صف میبندن که یه جنس رو بخرن. در کشور ما تنها کشور در دنیا که صف میکشن جنس رو بفروشن، یعنی کشورهای خارجی رو میگم. میگفت بله کشورهای خارجی الان دعوا سر بله صف و اینا که بیان با ما، بله بیان با شما که جنس رو بفروشن نه که بخرن. و متاسفم برای هممون. این وقت رو دوستان، بیشتر وقت رادیو رو نمیگیریم، ادامه میدیم بحث رو با شاید آقای آزادی موزیکی چیز دارن یا آگهی چیز. حالا من چون داشتین صحبت ژیلت میکردید، من یه چیزی واسهتون بگم. یکی از انقلاب هایی که همین چند ماه پیش ژیلت کرد در مورد همین، اگه که بدونی، ژیلت یه دونه پرودکت داده بیرون به نام، بهش میگن فیوژن پرو گلایدر استایلر. بله بله، همون که به اصطلاح چند تا یه دونه دسته آبی رنگ، دقیقاً دقیقاً، بعد چند مدل مختلف برای گوش بغل نمام، همین چی میگن، باور نکردنی است واقعا. اما جالب اینجاست، این تنها پرودکتیه آقای فرانک عزیز، من براتون بگم که میدونی همه آدما با زدن موی زیر بغلشون مشکل داره، به خاطر اینکه یه سطح صاف نیست، میدونین که زیر بله. بغل گودیه دیگه، درست یه گودی داره. و جالب اینجا تنها پرودکتی که در عرض کمتر از 3 ثانیه شما موی زیر بغلتون رو میتونید بزنید، دقیقاً با همون دونه که سایبوردا رو میزنه، با همون تیک آبی رنگشه و بدون اینکه نه دردی داشته باشه، نه زخمی بکنه، نه هیچی، داره این پرودکت رو دادن بیرون. و عجیب ترین پرودکتیه که تو این چند وقت تست شده و دقیقاً صحبت خیلی مهمی رو کردید، به خاطر اینکه اگر این پروداکت رو نگاه کنید، فقط 4 پتنت رو داریم در رابطه با اینکه این پروداکت وقتی که و اون تیغ ها خودشون رو اجاست میکنن با به اصطلاح این بدنه اون بدن انسان، فقط 4 پتنت در اون قسمت بالاش هست. حالا بگذاریم که 11 پتنت دیگه هم در اصلا استنساس و طراحی و دیزاین و میشه گفت این کار در دانشمندان طبق معمول بله همین فرار کرده از کشوراشون. نه میخواستم به خدا یقت رو بگیرم، میخواستم یه آمریکایی نزدیک بود، نزدیک بود، خودت گفتی همین الان از انگلیس و ایرلند فرار کرده بودن، بی جان تو خاک آمریکا پیدا شدن. خب بریم سراغ مطلب بعدی تا وقت کم نگیریم. بله، مطلب بعدی رو که براتون انتخاب کردیم در رابطه با گرونترین مطلب گذاری به روی فیسبوک هست. داستان از این قرار است که در اوایل تقریبا سال گذشته بود که یک خانم مسنی رو که به عنوان معلم کار میکرده در مدرسه ایشون رو از کار برکنار میکنن
و ایشون مدرسه رو سو میکنه و میگه که شما من رو به خاطر سن بالام اخراجم کردید. خلاصه در آمریکا هم که میدونید درگیری به وجود میاد، دادگاه برو دادگاه بیاد، تا اینکه بالاخره در دادگاه قبل از اینکه به دادگاه برن، اینا میرن به هر حال میشینن در اون یک قسمت قبل از دادگاهی است، با هم کنار میان. مدرسه به این خانومه میگه که اوکی 95,000 دلار، یعنی دادگاه اینا با هم کنار میان که اوکی مدرسه باید 95,000 دلار به این خانم بده که این خانم از این شکایتش صرف نظر کنه، اما به یک شرط، این قرارداد رو هیچ کس نباید تا به مدت 3 سال بدونه. یعنی شما اینجا این چیز رو به مدرسه انجام میدیم و به شرطی که 95,000 دلار میدن، ولی کسی نباید بفهمیم موضوع تا 3 سال. و یک سال بعد این خانواده به، یعنی پولا رو 95,000 دلار میگیرن و میان تابستون اروپا. بله. و یک شب که به ساحل رفته بودن، دخترشون یک آیپد باش بوده و به روی فیسبوک، دختر این خانمه به روی فیسبوک مینویسه که به به ما الان با پولای مدرسه، اسم مدرسه رو مینویسه، اومدیم داریم کیف دنیا رو میکنیم، اروپا چقدر عالیه، به 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 به، و همین یه جمله. و 2 روز بعد ایمیلی از دادگاه میاد برای خانمه که هر چه زودتر به آمریکا برگردید، 95,000 دلار رو باید برگردونید به مدرسه. برای همین 4 تا خط. به خاطر همین 4 تا خط و نقض قوانین دادگاه و اگریمنتی که با مدرسه داشتن. و خلاصه این هم از به عنوان گرونترین مطلب روی فیسبوک. بله، نمیتونست مثل ایرانی ها بگه ما نوشیم، حکمون کرده بودن اومدن. و خیلی جالبه که مدرسه عکسای این تصاویر این فیسبوک رو به دادگاه فرستاده و دادگاه خیلی سریع حکم دادن که به خاطر که اسم مدرسه برده شده و چند تا فلان فلان شده و از این فحشای اینجوری به مدرسه. و بنابراین نقض اگریمنت که بله، این و این در چند روز پیش به عنوان خلاصه گرونترین مطلب فیسبوک. بله. و اینکه باز هم یادآوری کنیم برای شمایی که به روی فیسبوک مطلبی می‌نویسید، به روی فیسبوک عکسی رو می‌ذارید، چیزی رو لایک می‌زنید، قبل از اینکه این کار کنید یک ذره فکر کنید. قبل از اینکه من یادم چند وقتی شد که ما یک اپ رو اینجا معرفی کردیم و اون راجبه این بود که در آمریکا خیلی معمولی که وقتی که پارتی و اینا هست، افراد که مست میکنن میان خونه و یه سری فحش و اینا برای رئیسشون و دوست دختر قبلیشون مینویسن. یه نفر اومده بود یه اپ درست کرده بود که قبل از اینکه اس ام اس رو بفرستید باید یه معادله ریاضی رو حل کنید، مثلا بگید مثلا 5 به اضافه 6 منهای 16 نمیدونم چی میشه، تا اونو حل نکنید نمیتونید اس ام اس بفرستید. مست نباید باشید. آره، یعنی باید حالا خلاصه اینم از داستان این. خیلی فکر خوبیه، چون آدم وقتی مست، میدونی که آدم وقتی که مست میکنه در پشت سر انسان یک ناحیه‌ای هست که تمام چیزهای ممنوعه در اونجاست. بله. یعنی مثلا فرضاً من تو زندگیم برام ممنوعه که مثلا ببخشید جلوی مردم مثلا فرضاً حالا چه یه چیزی چی بگم، مثلا فرضاً دست بزنم. بله. من مثلا یه ممنوعه. خب به محض اینکه مشروب میخورین اون ناحیه رو از کار میندازه. یعنی من خیلی راحت مشروب میخورم، میبینید جلوی مردم میشوم مثلا فرضاً دست بزنم یا میرقصم، ولی در حالت غیر مستی نمیتونم، یا فوش میدم یا آدم خشنی میشم، همه اینا. و اون منطقه رو الکل از کار میندازه دیگه. خیلی فکر جالب، بعضی هم میرن اس ام اس برای رئیسش میفرستن فوش مینویسن. دقیقاً. دوستان نمیدونم چقدر فرصت داریم برای مطلب شما. بعد 5 دقیقه. آها، پس احتمالاً میرسیم. ما در جلسات قبل چندین بار سعی کردیم که لیست گرونترین برندها یا لوگوتایپ های جهان رو اعلام کنیم و یکی از دلایلی که امروز کمپانی ژیلت رو براتون معرفی کردیم این هست که کمپانی ژیلت، لوگوتایپ این کمپانی که دارنده و میشه گفت حق امتیازش رو پروتکتر اند گمبل داره، فقط این یک لوگوتایپ در مقام 23 خودش رو رسونده امسال و به قیمت 18.5 میلیارد دلار. فقط قیمت لوگوتایپ کمپانی ژیلت هست. حالا چون بحث و فرصت کمه، میرسیم به مقام شماره 12 گرونترین لوگوتایپ ها و لوگوهای جهان از کشور آمریکا، کمپانی کوکاکولا با ارزش 33 میلیارد دلار.
در مقام شماره 11 بزرگترین کمپانی کشور ژاپن و بزرگترین تولید کننده اتومبیل در جهان رو داریم، کمپانی تویوتا از کشور ژاپن به ارزش 35 میلیارد دلار. در مقام شماره 10 کمپانی اینترنشنال بیزنس ماشین یا IBM رو داریم از کشور آمریکا به ارزش 41 میلیارد دلار. در مقام شماره 9 بزرگترین کمپانی جهان رو داریم با 3.5 میلیون کارمند، والمارت. واو. از کشور آمریکا به ارزش 44 میلیارد دلار. در مقام شماره 8 بزرگترین کتاب فروشی جهان و شاید بیشتر بگیم بزرگترین هر نوع پروداکت فروشی جهان رو که داره اونجا میرسه، کمپانی آمازون از کشور باز هم آمریکا 45 میلیارد دلار. در مقام شماره 7 یکی از بزرگترین کمپانی‌های موبایل فون جهان و آمریکا AT&T باز هم به معادل 45 میلیارد دلار. در مقام شماره 7 کمپانی جنرال الکتریک رو داریم، یکی دیگر از بزرگترین افتخارات کشور آمریکا به ارزش لوگوتایپ، توجه داشته باشید که فقط راجع به مارک داریم صحبت می‌کنیم و نه خود کمپانی و ارزش کمپانی. جنرال الکتریک 52 میلیارد دلار. در مقام شماره 10 ورایزون، یکی دیگر از بزرگترین موبایل سیستم‌های موبایل یا خدمات موبایل در جهان از کشور آمریکا دوباره 53 میلیارد دلار. و میرسیم به مقام چهارم، بزرگترین کمپانی تولید کننده سافت ویر در جهان مایکروسافت، که در حدود 2 هفته پیش یک شخص هندی 41 ساله سومین رئیس این کمپانی شد. و در مقام شماره 3 گوگل از کشور آمریکا به ارزش 62 میلیارد دلار رو داریم، 68 میلیارد دلار رو داریم. و میرسیم به مقام شماره 2 از کشور کره جنوبی، بزرگترین کمپانی این کشور با بیشتر از حدود 7% صادرات کل کشور کره جنوبی و دومین بزرگترین تولید کننده کشتی‌های صنعتی در جهان، همین کشتی‌هایی که لوازم شیمیایی و باربری و گاز و پتروشیمی برمی‌آورن می‌کنن، سامسونگ که شما با موبایل تلفنش آشنا هستید، ولی این کمپانی دومین صنایع کشتی سازی جهان هم هست پس از هیوندای از همین کشور، به ارزش 78 میلیارد دلار. فقط قیمت دوستان این لوگوتایپ سامسونگ است. بالاخره میرسیم به مقام شماره 1، گرونترین لوگوتایپ جهان به ارزش 105 میلیارد دلار، اپل از کشور آمریکا. و بنابراین شوکی که این لیست به آمریکایی‌ها وارد کرده، مقام شماره 1 تا 10 هست که تمام شماره 1 تا 10 کمپانی های آمریکایی هستند، ولی شماره 2 به استثناء کمپانی سامسونگ است. و فاصله سامسونگ با اپل همین جوری روزانه و ساعتی داره کمتر و کمتر میشه و فقط یک کمپانی داریم در جهان که تونسته در مقام شماره 1 آمریکایی در بین 1 تا 10 آمریکایی نباشه و اون کمپانی سامسونگ هست از کشور کره جنوبی. بله، بسیار نیکو. بریم آگهی تجارتی این ساعت رو بشنویم و سریعا ایزان برگردیم در کنار شما باشیم. مرسی. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back. آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟ و حالا جشن 13 بدر امسال با عباس قادری. 5 آپریل عباس قادری با رهبری ارکستر شهرام قادری و دی جی مسی، شبی فراموش نشدنی در اولسکرو. کتبیگاتان شماره 7 در آکلا. اطلاعات بیشتر شماره تلفن 073
733-22-23 و یا 073-508-56-45. سه شاخه گل روز هدیه برات آوردم، تو رو برای رفتن دست خدا سپردم. رستوران دیزین در بلک بری هر شنبه و یک شنبه صبح از ساعت 7 تا 12 شما را دعوت به صرف کله پاچه سنتی ایرانی می نماید. تلفن تماس 08-37-20-19 و آدرس ما اروید مورنس وگن شماره 4. خوش آمدید. گلفروشی بلوم رومت با 2 شعبه واقع در رینکبی گالری و همچنین مقابل ایستگاه مترو هسل بیستران جهت ارائه خدمات به بهترین روش در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. سفارشاتی از قبیل دست گل عروس، دست گل، سبد گل به مناسبت های مختلف و همچنین ارسال آن. تزیین مجالس جشن و عروسی را پذیرا می باشیم. اگر به دنبال کیفیت و یا قیمت مناسب هستید به گل فروشی های بلوم رومت مراجعه فرمایید. تلفن های تماس با ما 08-562-975-08 و یا 070-694-7439 و یا bloomroomet.se. ولک رستورانی بی نظیر ولک، مکانی شیک و خانوادگی برای صرف انواع کباب ها و دیگر خوراک های خوشمزه ایرانی. سفارشات مراسم و جشن های خود را به رستوران بی نظیر ولک بسپارید. رستوران زیبای ولک، همه روزه از ساعت 11 الی 10 شب، همچنین جمعه و شنبه شبها تا 12 شب. آدرس: مریم سکاتون شماره 24، آکلا. آدرس اینترنتی: ولک.se. تلفن تماس: 08-63-299. ولک یعنی زندگی با طعم خوراکهای خوشمزه ایرانی. به رستوران بی نظیر ولک خوش آمدید. ولک En stor mataffär öppnar den 24 januari i Sollentuna. Mat från hela världen under ett tak. Supermarket Bozort, با اجناس شرقی و غربی در غرب استکهلم، با 1500 متر مربع در سولنتونا در 24 ژانویه افتتاح می شود. منتظر آگهی‌های بعدی باشید. شهرزاد در محیط زیبا در مرکز شهر استکهلم با گنجایش بیش از 200 نفر و با خوشمزه ترین غذاهای ایرانی و پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما و جشنهای شما می باشد. تلفن تماس 08-660-6060 واقع در رگرینگزگاتان شماره 111. رستوران شهرزاد. بله بفرمایید. سلام آقای اسفانی. سلام علیکم. من امروز مریضم، متاسفانه سر کار نمیتونم بیام. هیچ مسئله ندارید خواهری من. شما الان قشنگ خوب میشین میرین تو سولنتونا استینسن شاپینگ سنترون آپوتکی یرتات از دری مرکزی هم اگه برین تو زودتر پیداشون میکنین. فارسی و سوئدی هم بلدن با اون حرف بزنن. دوشنبه تا جمعه ساعتی 10 صبح تا ساعتی 8 شب بازند. شنبه ساعتی 10 صبح تا ساعتی 6 عصر. یه شنبه هم ساعتی 11 صبح تا ساعتی 6 عصر بازند. 4 تا قرص بخورین، استراحتتون رو بکنین، حالتون که خوب شد بیان سری کار. سالن آرایش تورست در گربگزگاتان شماره 32 در سونبیبری افتتاح شد. قیمت‌های ما: رنگ مو از 200 کرون، مش از 250 کرون، کوپ برای خانم ها 200 کرون، آقایان 150 کرون، ابرو 69 کرون و بند و ابرو 149 کرون. ساعت کار تا 8 شب
و 7 روز هفته. تلفن تماس 0760-68-14-83. رزرو وقت از طریق SMS امکان پذیر می باشد. 0760-68-14-83. سالن آرایش تورس. Svensk Risimport, en svensk risfabrik som producerar massor av risprodukter, till exempel dubbellejon, basmati ris. بسمتی دوبلیون و برای اولین بار برنج دمسیای دودی و چای آب حیات و دیگر محصولات تولیدی ما را از فروشگاه های مواد غذایی بخواهید. تلفن پخش عمده 08-761-68-10. دوبلیون یعنی دو شیر نشان. اسباب کشی و نظافت با پرسنال و ماشین با بهترین قیمت و کیفیت. تلفن تماس 073-654-9931. آقای قاسم. به دفتر وکالت هلن وستلون خوش آمدید. وکیل هلن وستلون و حقوقدان نیما رستمی آشنا با مسائل و نیازهای مهاجرین به ویژه جامعه ایرانی در خدمت شماست. خدمات ما از قبیل امور خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و پیامدهای اقتصادی ازدواج و طلاق، امور مهاجرت، پناهندگی، سرمایه گذاری، مهاجرت نیروی کار و تابعیت، مسائل جزایی و کیفری، دعاوی مالی و تجاری، اخذ کمک مالی از دادگاه‌ها، اداره مهاجرت و کلیه شرکت‌های بیمه. شماره تلفن 246840. قنادی هانی با مدیریت قدیمی ترین قناد استکهلم آقای محمود در هانستا ویگن شماره 88 واقع در شیستا افتتاح شد. کیک های تولد و کیک های طرحدار برای بچه هایتان را از ما بخواهید. کیک های نامزدی و کیک های عروسی با آخرین دیزاین های کیک پزی و همچنین سموگوز تورتا. تلفن 08-42-05-73-29. زیبا، خوشتم و ایرانی پسند، یعنی کیک‌های هانی. هر انتخابی با مقایسه صورت می‌گیرد. انتخاب صرافی طلا بر اساس مزیت‌هایی است که ما باورشان داریم و تنها برای احترام انتخاب مشتری‌هایمان آنها را به وجود آورده‌ایم. بستر 100% الکترونیکی برای ارائه خدمات، موقعیت مکانی مناسب و امن برای خرید و فروش نقدی، امکان ارائه رسید حواله بانکی با نرخ‌های رقابتی در لحظه، انتقالات ارزی در داخل و خارج از کشور با دقت و سرعت بالا. آدرس: توس بیسترو کت شماره 12A در سولنتونا. تلفن تماس 08-684-41-044 و یا 070-744-6244. صرافی طلا. پنخونز کنتکت او بی ام. دانستن امکانات تخفیف مالیات برای شرکت ها و افراد حقوق بگیر قبل از سال جدید، گرفتن انواع حقوق در حالت مریضی، داشتن بیمه عمر و حوادث و چگونگی انواع سرمایه گذاری برای فامیل و از طریق شرکت خود، دادن وام به بازنشستگانی که صاحب منزل هستند که برای زندگی بهتر آنها مسئله مهمی است. برای آگاهی بیشتر با آقای حسن همتی با شماره 08-410-57-680 و یا همتی.se در تماس باشید. پنشونز کنتر آبی. صرافی آریا با 18 سال سابقه کار در نروژ و داشتن مجوز رسمی از سوئد جهت ارائه خدمات پولی و ارزی در خدمت شما هموطنان عزیز مقیم سوئد و شهر یوتوبوری می باشد. ما با اطمینان تضمین می کنیم که بهترین قیمت و سرویس را به شما ارائه می دهیم. موفقیت و شهرت ما ناشی از تداوم طولانی ما در ارائه خدمات صادقانه
و مبتنی بر قانون در نروژ و سوئد است. با یک بار مراجعه به ما همه کارهای ارزی و پولی خود را به ما خواهید سپرد. تلفن تماس با ما 031 711 99 10. صرافی آریا. سلام مادر. سلام پسرم، حالت چطوره؟ مرسی، خوب بودم، با دیدن شما بهترم شدم. مادر جان چقدر شاداب و سرحال شدین، چی کار کردین؟ پسرم همشنستم و عوض کردم، شرکت خیلی خوبیه، پرسنل خوب و با تجربه هم دارم، تازه حق انتخاب پرسنل با خودمه، با کلی مزایای اضافی دیگه. چه خوب شد پس من شما رو دیدم، چون دارم برای مادر خودم تقاضای همشنس میکنم. گفتین مادر اسم اون شرکتتون چی بود؟ مدی هلت. آیا شما هم در فکر عوض کردن یا در صدد گرفتن همشنس برای خود و عزیزانتان هستید؟ مدی هلت با 20 سال تجربه شما را در این کار همیاری میکند. 072-303-3211 medihead.se. قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار. You're listening to 94.2 FM Radio Hamsafar. 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 8 مارس روز جهانی زن خجسته باد. آگهی نگهبانان پرچم ملی ایران، پشتیبانان شورای ملی ایران. به نام مام میهن، به نام آرتمیس دریا سالار ایرانی، به نام ندا، به نام ترانه، به نام فرزانه مرادی، به نام مادر سهراب، مادر رضا براتی و همه مادران داغ دیده و مادرانی که برای نجات فرزندان مبارزشان که در زندانهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی در صف اعدام ایستاده اند چشم به پشتیبانی ما دارند. به نام همه زنهای ایرانی از هر تیره و تبار آیین که در همه تاریخ ایران زمین ستونهای این سرزمین بودند. هموطن، هر کجا که هستی دادخواهی مشترک زنان ایران را به همراه دیگر جهانیان فریاد شو و خواهان برابری حقوق اجتماعی زن و مرد باش. زمان 8 مارس شنبه روز جهانی زن از ساعت 14 تا 16. مکان مینتوریت استکهلم. پاینده ایران برافراشته باد پرچم ملی سرنگ شیر و خورشید نشان ایران. رادیو و وب تیوی همسفر تقدیم می کند کتاب دانش، آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای کامپیوتر و ارتباطات در برنامه کتاب دانش. تهیه و اجرا فرانک. خب فرانک عزیز، به استودیو برمیگردیم و در کنار شما در دنباله برنامه هستیم. هر موقع که احساس میکنید میتونن دوستان زنگ بزنن، بگین که اعلام بکنیم. بله، دوستان میتونن زنگ بزنن و تا اینکه شنونده ها رو آنلاین داشته باشیم، نگاهی به یک مطلب داریم و اون جدیدترین اختراع دانشمندان فرانسوی، هلندی و بلژیکی است، در رابطه با اینکه بتونید در پرینترهای خودتون به جای اینکه با رنگ روی کاغذ بنویسید، یک لیوان آب بریزید توی پرینترتون و با آب بنویسید. بله، نگاهی داریم به این کشف کاملا استثنایی که برمیگرده به 19 سال مطالعه و تحقیقات این دانشمندان که یکی پس از دیگری این دیزاین و طراحی رو کردن تا اینکه بالاخره رسیدن به یک نوع مولکول مخصوص. بله، که کار این مولکول این است که وقتی که با، یعنی خود این مولکول رو طولی دیزاین و طراحی کردن که وقتی که با آب در تماس پیدا میکنه، رنگش به صورت خیلی قهوه‌ای تیره تبدیل میشه و پس از 1.5 تا 2 روز دوباره به رنگ سفید اولش برمیگرده و با
خب به چنان مالیدنه. یعنی پاک میشه بعد درو؟ بله، با مالیدن این مالکول روی کاغذهایی که در پرینتری که درست کردن گذاشتن، وقتی که شما پرینت میکنید به صورت کاملا معمولی آب، اون چیزی که به جای که جوهر باشه، آب روی کاغذ میره و میاد و این کاغذ در ظرف چند ثانیه به صورت قهوه‌ای خیلی پررنگ بیرون میاد و پس از 1.5-2 روز دوباره به حالت سفید برمیگرده و دوباره میتونید کاغذ رو استفاده کنید. بنابراین نه فقط در آینده پرینترهایی خواهیم داشت که با آب کار میکنه، بلکه کاغذ رو هم میتونیم دوباره مصرف کنیم. بله. دوستان عزیز بفهمید، خواستم بر روی خط از مریخ بود. بله. دوستان عزیز شماره تلفن 2398-98-3843 در خدمت شما عزیزان است. بله. بله میره. همونطور که متاسفانه میدونید هیچ وقت خبری نیومد از یک دانشگاهی یا یک ریسرچی یا یک تحقیقاتی از عربستان، نمیدونم سوریه، لیبی، عراق، افغانستان، ایران و ایران چرا میدونیم نداریم دیگه نگین داریم دیگه نداریم داریم. که خلاصه هر وقت ما، من که خیلی تعجب کردم، چون هر وقت مطلبی رو میخونیم که دانشمندان این دانشگاه، اون دانشگاه، این پروداکت، اون ایده، این فکر، فیسبوک، نمیدونم آیفون، سامسونگ، این اون این، الان پرینتر، مطلب بعدی این مطلب، ولی هیچ. در زبان سوئدی یک اصطلاح خیلی خوبی هست، میگن که دوملی سرمه سین فرونوارو، یعنی که اونها با نبودنشون میدرخشن. اینجور این کشورهایی که ما اسپوردیم، اینا با نبودنشون میدرخشن و اینکه نیستن و هیچ وقت هم احتمالاً نخواهند بود. و وجه مشترک این کشورهایی که اسپردم دیگه من نگم چیه، خودتون میدونید دیگه، این کشورهایی که اسپردم یه چیزی با هم مشترک دارن که اون باعث شده که در همونجا بمونن و بله. هیچ وقت پیشرفت نکنن. بله. 2398 بفهمید، خواهش می‌کنم بر روی خط هستید شما دوست عزیزم. بابا خب چرا زنگ می‌زنید، قطع می‌کنید آخه. بله ببخشید فرانک جان، یه لحظه گوش دستم. بله. 9843 بفهمید بر روی خط هستید شما، بفهمید. سلام آقای نوید. خواهش می‌کنم. با درود به شما، بفرمایید. یه سوال داشتم آقای فرانک. خواستم ببینم آیا اگه یه اپی رو از اپ استور بخریم با اینکه روی آیپد پاکش کنیم، باز هم میتونیم اونو رو چیزمون داریم؟ بله. سوال بسیار بسیار خوبی کردید. آیا این سوالتونه؟ بله بله. بله ببینید، هر وقت که شما یک اپی رو از روی اپستور می خرید، یکی از اولین شرایطی که باید باشه داشتن یک اپل آیدی و لاگین کردن در اپستور است. زمانی که شما با یک اپل آیدی که باید داشته باشید که بتونید اون اپ رو بخرید یا دانلود کنید این کار رو انجام میدید، تمام افرادی که و دستگاه‌هایی که با همون آیدی، اپل آیدی اتصال دارن و کانکت کردن خودشون رو و لاگین کردن، اون اپ رو میتونن همزمان نه فقط دانلود کنن، بلکه اگر یه روزی هم اون موبایل گم شد یا پاک شد یا هرچی، دوباره به اپ استور میرید، ولی وقتی که دوباره اپ استور رو میزنید و لاگین باشید در اپ استورتون، در پایین آیپدتون یا آیفونتون علامت یک ابر کوچک رو میبینید. اون ابر رو که بزنید، تمام اپ هایی که تا به حال در اکانتتون خریدید، چه آیفونتون پاک شده، چه آیفونتون گم شده، چه هرچی، همه اونجا هستن و جلوشون یک ابر هست. روی ابر که بزنید دوباره دانلود میشه. البته کلمه شوپ هم بعضی وقتا نوشتن اون رو که شوپ یعنی خریدید. بله ولی معمولا اونایی که بله به هر حال جلوشون یک ابر هست. آیکون ابر رو که بزنید میرید به اون اپایی که تا به حال خریدید و الان رو آیفونتون مثلا ندارید چون ریسیت کردید یا هرچی. من خودم متوجه شدم ولی می‌خواستم مطمئن شم که آیا این چیزی که فکر کردم درسته یا نه. بله خیلی خوبه که این سوال پرسیدید، چون مثلا ببخشید بس قبلا اینو نمی‌نوشت اونجا، یعنی تو چند مثلا نزدیک 2 سال پیش یه سال و 2 سال پیش و شما می‌رفتین اپ رو می‌زدید که دوباره می‌خوام بخرمش، بعد میومد می‌نوشت که شما یه بار این پولو دادید، ولی الان همونطور که فرانک عزیز گفت در یک جایی که به نام شوپ یا یه دونه ابر که گذاشتن شما اونجا دارینش راحت می‌رین می‌زنین. بله و مطلبی که اینجا خیلی مهم این است که شما وقتی که یک بار یک اپ رو از داریم ترجمه شوشید که راجع به اپل استور صحبت می‌کنیم، وقتی که می‌رید یک اپ رو اونجا لاگین می‌کنید و می‌خرید، این اپ در تمام دیوایس‌هایی که شما در اونجا با همون اپل آیدی لاگین هستید در همون لحظه قابل دانلود هست. بله. حالا مال من جالب اینجاست، من 2 تا تلفن و 3 تا آیپده
وقتی یه چیزی رو میگیرم اتوماتیک تق 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 تو همشون هم اینستال هم میشه. دقیقاً هر همون کاری که ممکن کنید اونجا هم دسترسی دارید که اینا رو دانلود کنید و بیارید. بله. و همین داستان رو تاجم داشت کردن دوستان که همین داستان رو هم با موزیک دارید و هم با فایل های عکساتون دقیقاً به همین صورت عمل میکنه. یعنی وقتی که من میرم با آیفونم یک عکس رو میگیرم، اگر همه چیز درست باشه، لاگین کرده باشم در اپل آی دی، همه چیز درست باشه، در همون لحظه اون عکس رو با اختلاف چند ثانیه در دیوایس های دیگه هم میتونم ببینم. به شرطی که این کدوم تلفن بود؟ 2398 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام علیکم آقای نوید. خواهش می‌کنم قربان بفرمایید. با فرانک عزیز درود به شما. می‌خواستم با شما صحبت کنم راجع به یه چیزی که الان برای من اتفاق افتاد. بفرمایید. سفر ایو زدم. خب. یه چرخید و چرخید و شد نیومد. بعد رفتم همسفر کام زدم. دیدم یه سایتی باشد به نام به سایت شخصی احسان ریاضی اصفهانی خوش اومدید. شما هم ما همسفر رادیو نقطه کم هستیم. میدونم. من بار اولیست که اینو گوش میکنم. بله. این دفعه اینطوری شد. خب شما میگین همسفر کم زدیم. ما همسفر رادیو نقطه کم هستیم. زدم نیومد. چرخید و چرخید نیومد. بله. الان که داره کار میکنه، من که دارم میرم، ولی سایت همسفر کم نقطه من فقط برای اطلاع شما اینا گفته باشم. قربان ببخشید، اجازه بدید من تصدیق کنم شما رو. ما سایت همسفر کم مال آقای احسان ریاضی اصفهانیه. کاملا درست. درست. سایت ما هست همسفرradio.com. من متوجه شدم. آیا متوجه خوب شما رفتید تو سایت یه نفر دیگه؟ شما اینا گفتم. آها اوکی اوکی. نفکم فکر میکنید مال ماست، حالا از این به بعد مال ایشون شده. نه این برای اطلاع شما بود. بله خواهش می‌کنم. این همسفر کم قبلا مال یه سایتی بود تو ایران، باهاش نمیدونم فال میگرفتن و از اینا، و بعد حالا مثل که فروختنش به ایشون. یک دنیا سپاسگزارم در اصل. مرسی قربانتون. ببخشید که اشتباه. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خب آقای فرانک سلام رسوندم. بله خیلی متشکرم. دوست عزیز بفرمایید با فرانک عزیز بر روی خط هستید. با دوباره سلام میکنم خدمتتون آقای نویدا. خواهش می‌کنم. با درود متفرقه داشتم میتونم بپرسم ازتون؟ چرا نمی‌تونید قربان. بله چون آقای فرانک هم امروز مسابقات تخته که بود تشریف داشتن، گفتم شاید بد نباشه الان سوال کنم چی شد آقای مسابقتون. آقا وسط برنامه کتاب دانش شما زنگ زدید در مورد تخته نرد می‌پرسید. آقای فرانک هم اونجا بود. آره بوده، حالا بعدا من توضیحات کامل میدم حتما. سپاسگزارم. به عنوان تماشاچی دوست عزیز، نه به عنوان تو که تختت خرابه به درد نمیخوره. من اصلا نمیدونم چجوری حتی تاس میندازم. 2398 بفهمید. خواهش میکنم. درود بر آقای نبیت و آقای فرانک. خواهش میکنم بفهمید لطفا. والا یه سوالی داشتم در مورد این ورد. اگر برنامه ورد. بله خواهش میکنم. من برنامه ورد رو اینستال کردم رو کامپیوترم، بعد این برنامه فقط 4-5 تا زبون نداره، یعنی فقط انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه و جرمن، تیسلند. بله. سوئدی رو نمیشه. راهی هستش که بشه انجام داد از جایی لادانه، یعنی ورد سوئدی دیگه. بله این سی دی که برام فرستادن فقط این زبون سوئدی رو نداره، زبونای دیگر رو داره. ولی بله همین دوست عزیز اشکال همینه که همین که الان گفتید سی دی رو که فرستادن از کجا؟ از الی اومده. بله ببینید ما در جلسات قبل برای آیا شما احتیاج به نوشتن مطالب خیلی پیچیده و اینا دارید یا که با تکست معمولی میخواید کار کنید؟ همین تکست معمولی، نامه های اداری رو که میخواییم بنویسیم، خب این انگلیسی رو الان کورکت میکنه ولی چیز رو سوئدی رو نمیتونه انجام بده، یعنی میزنه سوئدیش ولی درسته. ببینید دوست عزیز، شما دو راه مختلف دارید. راه اول اینه که اولا توضیح بدید که ورشن این ورد چیه، آیا ورشن 2013 هست یا قدیمی تر؟ نه 2007. ورشن 2007. شما کاری که میتونید کنید این است که به قسمت تولز میرید یا به انگلیسی تولز، بعد میرید به قسمت آپشن، در اونجا قسمتی هست به نام لنگویج، اون لنگویج رو میزنید و میتونید لنگویج های دیگر رو اد کنید. ولی دو راه داره. وقتی که به اونجا میرید ممکنه بستگی به اینکه چه نوع ورشن وردی رو دارید به یک لینکی میرید که باید زبانی رو که لازم دارید اونجا بخرید و اینستال کنید. راه دوم این است که میرید به روی گوگل سرچ میکنید، مینویسید
Microsoft Language Package Word 2007. این حرف رو که بنویسید گوگل شما رو به یک سایت میبره روی مایکروسافت که تمام پکیج های لنگویج هایی که اجاست و کار میکنن با ورد یا آفیس 2007 رو در اونجا میتونید پیدا کنید و اینستال کنید. ولی راحت ترین این هست که به مطلبی توجه کنید که ما اینجا در هفته قبل گفتیم و اون نوشتن مطلب و استفاده از ورد، اکسل و پاورپوینت هست به صورت کاملا مجانی از طریق لاگین کردن در یک مایکروسافت اکانت مثل @live.com یا @msn.com یا hotmail.com و یا outlook.com که وقتی که لاگین کنید به قسمتی در اونجا میرید که ما در هفته قبل کاملا توضیح دادیم که اونجا میتونید داکیومنت های ورد، اکسل و پاورپوینتتون رو تا به اصطلاح از لانگ از یا به اصطلاح چی میگن تا اونجایی که نه خیلی اونسرات باشه ادوانس باشه اونجا کاملا بنویسید و در از همه جای دنیا هم به اونجا دسترسی دارید. میتونید ایمیل کنید، سعودی هم میتونید، سعودی آره شما میرید اونجا میگید در کشور سعود اصلا زبانش رو به هر زبانی تبدیل کنید، یعنی دیگه اصلا نه سعده احتیاجی دارید نه این کارا رو دارید. یه دونه اکانت کوچولو مال همه آوتلوک و اینا درست کنین و در اونجا قشنگ ورد و اینا رو همه چی آماده گذاشته، اصلا هم احتیاجی به مشکلاتی برخورد نمیخورید. اگه توضیحات این نوشته رو نوشتم اومد تو مایکروسافت سنتر، درسته؟ بله. بعد اونجا هم که اومد لادانر کردم تو داتا، ولی خب چیزی نمیاد، یعنی چون باید اینستال بشه دوست عزیز، باید آفیس رو ببندید، اون برنامه رو اینستال کنید، آفیس رو دوباره باز کنید، به قسمت تولز و آپشن میدید و لنگویج رو اد میکنید در قسمت لنگویج. اگر فکر میکنید مشکله یا به بحث هفته گذشته ما رجوع کنید و یا اینکه با یک متخصصی در تماس باشید که اینها رو بیاد براتون به صورت درست بذاره. و معمولا ورد رو که دارید لابد حتما پاورپوینت، اکسل رو هم به صورت آفیس، خود پکیج آفیس براتون فرستادن. آیا چه ورشنی هست؟ آیا استیودنت ورشنه؟ آیا بیزنس ورشنه؟ اینا انترپرایز، بنابراین یک فور تاگ، یک بیزنس ادیشن کامل رو براتون، سویت رو براتون فرستادن. در این سویت شما حق دارید که اگر لایسنس همیشه درست باشه تمام زبانهایی رو که رایج است حتی فارسی رو به صورت کامل اینستال کنید و حتی طوری کنید که تمام اون منی و همش به فارسی تبدیل شه. عربی همه زبونها هست، فارسی هم داره، همه رو داره. فارسی نبود. فارسی و سوئدی و اینا. چرا شما در همون جایی که رفتید به جای اینکه بنویسید بنویسید سوئدیش لنگویج پک تو آفیس 2007 می‌نویسید پرشین لنگویج پک آفیس 2007، پکیج رو دانلود می‌کنید. دو نوع داره، یه پکیجش اونه که خود تکست فارسی رو می‌نویسید و درست می‌کنه و تحسین می‌کنه و حتی به لغت ها چیزم میده، این مشابه میگن آقای زادی، مثلا یه لغتی معنی دیگه چیزش. به اضافه این که یه ورشنش هم هست که دانلود میکنه که خود منی رو عوض میکنه که اصلا همه چیز مثلا اون آرشیو رو مینویسه، مثلا نمیدونم به فارسی میشه آرشیو. این تولزی که شما میفرمایید تو اینترنت باید برم یا توی مایکروسافت؟ توی برنامه آفیس، توی ورد، برنامه آفیس. بله. بعدم که وقتی که خود آفیس رو اگر پکیج کامل رو اینستال کرده باشید در قسمت استارت منی وارد میشید، میرید به آل پروگرام، آلا پروگرام، و خود مایکروسافت آفیس 2007 یه مپ داره، یه فولدر داره که یکی از اون آپشن ها هست لنگویج تولز، یعنی اصلا کارش هنترا کردن و هندل کردن لنگویج. ولی تا اسپانیش بیشتر نمیده، خب باید اضافه کنید دیگه. حالا میتونید دوست عزیز میگم برنامه هفته گذشته رو اگر میخواید توجه کنید گوش کنید که توضیحاتی داریم. فقط تنها کاری که میکنید این پکیج هایی که مال سوئدی یا فارسی رو میارید برید اد بکنید اونجا، اون جزء اون لیستا پیداش میشه. مرسی، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 98343 درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم برای خط هستید. درود بر شما، خسته نباشید. قربان شما، سپاسگزارم. با درود به شما. سلام آقای فران، خسته نباشی شما. خواهشم، بفرمایید. آقای فران، من یه سوال کوچیک دارم، خیلی هم از کامپیوتر سر در نمیارم، ولی من یه دونه کامپیوتر خریدم اینجا و میخواستم ببرم آلمان با خودم. بله. و وقتی که اینو خریدم به آقای فروشنده گفتم آقا من میخوام اینو ببرم آلمان و زبانشو میخوام آلمانی بشه. اوکی. من یه مقداری کار کرد روش و اینا، بعدم گفت بفرمایید، تموم شد. زبونش هم میتونی آلمانی کنی. بعد یه چیزی پایین صفحه نوشته بود STV،
میگفت اینو بزن بعد میاد که مثلا چه زبونایی. ما هم میزدیم، آلمانی هم مینوشت که آلمانی، ولی وقتی میزدی نه آلمانی نبود، همه چیزایی که توی کامپیوتر بود سوئدی بود. بله ببینید دقیقا درست. ببینید شما وقتی که در مارکت، ببینید در هر جایی از جهان که شما کامپیوتری میخرید، بله، معمولا اون کمپانی برای هر مارکتی و برای هر فرهنگی و برای هر ملتی دیزاین و طراحی خود اون قسمت رو داره. زمانی که در مارکت اسکاندیناویا که سوئد و همین فنلاند و نروژ و ایسلند و دانمارک اینا هست، یک کامپیوتر می‌خرید، زبانهایی که میتونید انتخاب کنید هست انگلیسی، سوئدی، فنلاندی و این چیزا، آلمانی نمیتونید انتخاب کنید. بنابراین شما وقتی که میرید کامپیوتر حاضر رو میخرید، معمولا هموطنانی که میرید کامپیوتر حاضر رو میخرن که دارای مایکروسافت مثلا ویندوز 8 هوم ادیشن است یا ویندوز 7 هوم ادیشن است، شما طبق اون لایسنس و اون نوع خریدی که کردید، حق عوض کردن، اصلا امکان عوض کردن لنگ سیستم لنگویج رو که شما دارید راجعش صحبت میکنید رو ندارید. میتونید کیبورد لنگویج رو عوض کنید، ولی نمیتونید سیستم لنگویج رو عوض کنید. منظور از کیبورد لنگویج همین کسی چیزی است که دوستتون شما رو کمک کرده. میتونید برید در اون پایین پیش ساعت یا ایکون آیکون کوچولو میاد که نوشته اس وی یا نمیدونم دویچ یا انگلیش یا هر چی، کار اون تغییر دادن کیبورد لنگویج است. برای تغییر دادن سیستم لنگویج باید ورشن پروفشنال یا التیمیت رو داشته باشید که یک بیزنس ادیشن است که قیمتش دو سه برابر این هوم ادیشن است. پس آقای فروشنده اشتباه به ایشون فهمید. بله شما یا باید برید ورژن پروفشنال اون اپلیکیشن رو بخرید، اپراتینگ سیستم رو، که کامپیوترایی است که در خیلی از جاها شرکت ها کامپیوترای فروش میشه که معمولا نشه برای کار، کامپیوتر که برای کار معمولا 99% اپراتینگ سیستم ویندوز 8 یا 7 پروفشنال روش هست. بله. کورپرات های بزرگ مثلا کمپانی که 30,000 نفر کارمند داره، اونا میرن یک اپلیکیشن، یک سافر رو میخرن. بله. با 30,000 تا 40,000 تا لایسنس به اون میگن التیمیت ادیشن. بله. اون رو میتونید به هر زبانی سیستم لنگویج رو فقط با رفتن به سایت مایکروسافت آپدیت عوض کنید، ولی در ورژن هوم ادیشن شما فقط قادر به عوض کردن کیبورد لنگویج هستید. پس هیچ راهی نداره که اینو عوض کنه؟ نه، مگر اینکه شما لایسنس هوم ادیشن رو که الان دارید یا پروفشنال کردن دارید رو دوباره اوردر بدید و بگید من این رو به زبان آلمانی، فرانسوی، بلژیکی و غیره میخوام. اون موقع از اول که اینستال کنید با اون زبان اینستال میشه، ولی الان که موقع انتخاب هست، نزدیکترین کاری که شما میتونید کنید این است که زبان این رو به زبان انگلیسی عوض کنید و از طریق کاملا اینستال کردن دوباره این سیستم و انتخاب زبان انگلیسی، اون موقع این یه مقدار نزدیک میشه و اون دوستتون در آلمان حتما لابد انگلیسی میدونه. بله. میتونه از این باز از این استفاده کنه. پروگرامرینگ میخواد در اصل، درسته؟ باید از فایل های مهمتون یک سکیوریتی و بکاپ بگیرید. عکس ها، موزیک، نام ایمیل، هر چی، بعد سیستم رو باید بله بله هر چیزی که مهمه همه رو باید بکاپ کنید، بیارید از کامپیوتر بیرون. بله. سیستم رو کاملا ریسیت کنید و موقع ریسیت کردن و دوباره اینستال کردن سیستم سوالی میاد که حالا لنگویج، سیستم لنگویج رو انتخاب کنید و اونجا نوشته نوشته این انتخاب رو نمیتونید برگردونید یا چیز بدی پشیمون بشید. بله. وقتی زدید نکست دوباره سوال میکنه آیا مطمئنید، آیا فلان، چون دیگه نمیشید برگردونید. اون موقع میزنید انگلیسی، بعد این کامپیوتر میشه سیستم انگلیسی، کیبوردش رو میتونید آلمانی کنید، ولی باز ترجیح داشته باشید که خود کیبورد به زبان سوئدیه، یعنی ا او اینا داره. اون موقع اون دوستتون که کیبورد که اصلا جدا نمیشه چون لپتاپه، آره، اون دوستتون بعد دو راه داره، یا اینکه بلد باشه که حروف آلمانی دقیقاً کجان، یا اینکه یه کیبورد اکسترنال وصل میکنه به لپتاپ که از آلمان خریده که حروف آلمانی اصلا همش آلمانیه به اون سیستم. آقا پولشو بده بهش اونجا داره بخره دیگه، درد سر نداره. نه درسته. حالا من برعکسشو میگم آقا فلان، اگه ما یه کامپیوتری از آلمان بخریم بیاریم، دقیقاً همین داستانه، اینجا مثلا چقدر خرجشه؟ کسی این کارو میکنه؟ توجه داشته باشید که یک مطلبی که خیلی خیلی مهم است و اون این است که وقتی که شما میرید از یک مغازه یک کامپیوتر میخرید، این کامپیوتر
از اون مغازه و از اون کمپانی، حالا یا هیولت پکارد یا ایسر یا ایسوس یا دل هست، با لایسنسی میاد به نام OEM لایسنس. OEM لایسنس لایسنسی است که فقط افرادی که کامپیوتر رو پرودوس میکنن، درست میکنن، حق گذاشتن اون رو روی اون کامپیوتر دارن. اگر اون کامپیوتر رو من که رفتم خریدم با ویندوز 7 مثلا هوم ادیشن میاد، من میتونم الان برم یک OEM لایسنس بخرم که هست 999 کرون روش بذارم، ولی از لحاظ قانونی غلطه و جریمه بسیار بسیار سنگینی داره. ورشنیو که من اجازه دارم روی OEM لایسنس بذارم ورشنیست به نام پرو که قیمتش دو برابر، یعنی همون سی دی، همون دیویدی ویندوز 8 ولی 2500 کرون قیمتش به جای اینکه 999 کرون. اگر این کار رو کنید و در یک کمپانی باشید و بفهمن 3-4 میلیون کرون جریمه نقدی است که کسی بیاد روی لایسنسی که الان من مثلا رفتم از ایسوس کامپیوتر خریدم ویندوز 7 روشه، میرم یه دیویدی میخرم 900 کرون عوض میکنم. من از لحاظ قانونی اگر برم یک OEM ورشن بسنم غلطه، به خاطر اینکه این آلدی اومده با یک OEM لایسنس. من باید برم لایسنس رو بخرم که به من اجازه میده که اون آپریتینگ سیستم رو روی OEM لایسنس بذارم. بنابراین اینم موضوع مهم بود که دوستان توجه کنن که همینجوری نیست که بریم یه DVD بخریم و عوضش کنیم. خواهش میکنم. درود بر شما. پیروز باشید. خدا نگهت. 2398 درود بر شما. بفهمید خواهش میکنم. خسته نباشید. قربان شما. با درود به شما. آقای فرنگ، می‌خواستم ببینم این تلفن‌های جدید همین سامسونگ و اینا قسمتی هست توی مدلاندش که بر فرض مثال مثلا تاریخ و ساعت بزنیم مدلانده رو امروز بنویسیم ولی میخوایم هفته دیگه سر تاریخ بره مثلا. سوال آقا این یه سال دیگه هم با یکی از دوستان بحث میکنیم، گفتم یه کاش یه اپی بود مثلا بر فرض مثال آثار انگشتتو میذاشتی بعد میرفتی توی بانک اطلاعاتی مثلا مریضی تو بیمارستان حالا بله هر جا. بعد ایشون میگفتش که نه خود این تلفن هم بس این ظرفیت رو داشته باشه، مثلا بر فرض یکی تصادف میکنه آمبولانس یا اون کسی که میاد بالا سرش با مثلا آثار انگشتشو بذاره روی اون حالا اون دستگاهی که داره، تلفنی که داره، مثلا بره اطلاعات بیماری این فرد رو در بیاره ببینه. دارن این سیستم آلردی هست. بله خیلی خیلی سوالات جالبی کردید و بسیار خوبه که یک ایده ای رو دارید که میلیاردها دلار پول توشه اما دیر جنبیدین دوستان. دقیقاً همین چیزی که شما الان گفتید، کمپانی نوکیا زیمنس، کمپانی های چند کمپانی در کشور سوئد و آلمان پتنت و دیزاین این طرح رو دارن که به ارزش صدها میلیارد دلار قیمتشه که وقتی که شما لاگین میکنید با آمبولانس میرید بالا سر مریض، حادثه ای هست، شما که اون حالا پرستار هستید یا دکتر هستید نه فقط با اثر انگشت لاگین میکنید بلکه در همون لحظه تمام اون فشار خون و نمیدونم قلب و آزمایش خون و همه چیزای اون آدم رو هم در همون آمبولانس در همون لحظه حادثه میتونید از طریق همین سیستم ها ببینید و دسترسی پیدا کنید و این سیستم پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه و امروزه که موبایل های جدید به مارکت اومده که با اثر انگشت لاگین میکنید و جدیدترین موبایل سامسونگ هم گالکسی 5 هم دارای لاگین کردن با اثر انگشت هست، شما قادر خواهید بود که این کار رو انجام بده. حالا که برگردیم به سوال اول شما، سوال اولتون سوال خیلی خوبیه و در رابطه با این سوال که فرستادن SMS یا ایمیل رو من می نویسم ولی میخوام مثلا نیم ساعت یا ساعت دیگه بره، چندین اپ مختلف در بازار است که میتونید دانلود کنید که کارش کنترل کردن فرستادن ایمیل و مسیج هست، نه فقط در موبایل بلکه در خود کامپیوترها هم یک همچین سیستم و اپلیکیشنایی است که شما میتونید ایمیل رو مطلبی رو بعدن بفرستید و حتی وقتی هم که نیستید براتون نامه میاد به اون شخص نامه برگرده و بگه که این شخص مثلا الان دو ساعت دیگه برمیگرده یا تعطیلات یا سمستر و غیره. و در رابطه با موبایل سامسونگ هم که شما سوال کردید، ما اینجا یادآوری کنیم که در مقایسه با موبایل اپل یا آیفون 5S که شما میتونید لاگین کنید توی موبایل و اپ دانلود کنید، در زمینه سامسونگ یک گام به جلو رفتن و شما میتونید حتی عکس‌ها و فایل‌ها و موزیک‌های تلفن رو هم با اثر انگشت قفل کنید. یعنی اگر من تلفنم رو گم کردم، برای اینکه این نفر عکس‌های منو ببینه، موزیک‌های منو ببینه و اطلاعات درونی اون موبایل رو ببینه، باید با اثر انگشت بر این کارو کنه.
و در پشت دوربین هم که یک سنسور جدید گذاشتن که انگشتتون رو نگه می‌دارید، نور لیزری فلسادی میشه و ضربان قلبتون رو، فشار خونتون رو، همتون رو برای چند ثانیه در روی موبایل میتونید ببینید. بله، یعنی انگشت بنده قیمتش بیشتر از خود بنده است. یعنی اگه انگشت منو ببره راحت میتونه به همه اطلاعات من دستیابی پیدا کنه. بله. درنگ می‌خواستم یه سوال دیگه هم بکنم. بفرمایید. می‌خواستم یه مقدار از اطلاعات از این اپ‌ها بگیرم، اینا کیا می‌سازن، تو چه شرایطی مثلا با این تلفن‌های جدید مثلا شرکت‌هایی هستن می‌سازن، بعد اینا رو به تو چه شرایطی؟ بله بله، خیلی خیلی سوال جالبی کردید و ما رو می‌برید به یک بحث و جهانی کاملا جدید که این هم هزاران میلیارد دلار. آقای آزادی لطفاً به این دوستمون قطع میکنم از رادیو میشنم. بله خواهش میکنم. آقای آزادی لطف کنید. خواهش میکنم. ما آمار دانلود کردن اپایی رو که فقط از اپل اومده رو از 35 میلیارد مثل که عبور کرده، درسته؟ بله. بیشتر از 35 میلیارد اپ دانلود شده و فقط من خیلی خلاصه بگم که هر کسی، من، شما، یه بچه کوچک، هر کسی میتونه برنامه مخصوص پکیج دیولپ کردن و دیزاین کردن اپ رو دانلود کنه، این با این اینو یاد بگیره استفاده کنه، ولی باید در سایت اپل رجیستر باشید، ترید مارکی داشته باشید و یک مبلغ کمی رو پرداخت کنید و هر وقت یک اپی رو میفروشید 30% قیمت فروش اون اپ رو کمپانی اپل برمی‌داره و 70% رو به شما میده. و فراموش نکنید که یک میلیون اپ در اپ استور موجود هست. بریم سراغ 983843. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، خسته. قربان شما، بفرمایید. با درود به شما، بفرمایید. مخلص شما، من یه سوال داشتم، شاید ادامه سوال همین دوستمون باشه. من اپ یا هندسیدایی رو میخوام که آدم بتونه از طریقش اسمس بده بدون اینکه شماره بیفته، یا مثلا اسمس رایگان بده برای کشورها یا برای همکاراش، یه جوری که هم هملیک بمونه هم بتونه پیام خودشو به قول معروف منتشر کنه، یا اون اسمس خودشو به دست افرادی که میخواد برسونه. همچین اپی وجود داره؟ مخصوصا در رابطه با ایران این سوال داره. بله ببینید، سوال بسیار خوبی کردید. شما میتونید ببینید، معمولا نمیتونید شما یک اسمسی رو بفرستید و این رو به صورت محرمانه، به خاطر اینکه وقتی که یک اسمسی برای کسی میره، سیستم و دیزاین رو طوری طراحی کردن که شما قادر خواهید بود که ببینید این اسمس از چه کسی اومده و فرستنده این اسمس کیه. یکی از راحت ترین قسمت ها و فرستادن های اسمس به صورت دست جمعی یا برای خیلی ها استفاده کردن از داشتن یک موبایل برادبند هست. یعنی وقتی که شما میدید از یک کمپانی یک مودمی میخرید که شما به شما موبایل برادبند میده، یعنی از طریق اینترنت و موبایل به شما اینترنت میده، در اون برنامه، در همه برنامه ها قسمتی هم هست برای فرستادن و گرفتن اسمس. بنابراین شما روی اون برنامه کانکت یا هر چی که هست رو فشار میدید، قسمتی هم داره برای فرستادن اسمس. شما بنابراین از کامپیوترتون میتونید تعداد زیادی رو اسمس بفرستید بر اساس اون اکانتی که دارید، ولی اینا رو نمیتونید به صورت محرمانه، یعنی شماره رو میبینن که خب کنتاکت کورتی شماره رو میبینن، شماره رو میبینن، ببینن وقتی که دیگه کسی، ولی دنبالش نمیتونه بکنه. آره شما میتونید برید یه کنتنت کورت به قول آقای آزادی بگیرید، موبایل برادبند کنتنت کورت بگیرید که این رو پر میکنید با مثلا 100 کرون 200 کرون، بعد قسمت اس ام اس شو میتونید برای هر کی از طریق کامپیوترتون اس ام اس بفرستید، ولی شماره‌ای که اس ام اس رو رفته دیده میشه. بعد مثلا آقای فرانک، وایبر چی؟ وایبر و اسکایپ و اینا هم میتونید، اونم شمارهتون رو میبینن که شما از کجا اومده این. میتونید این کار کنید. ولی این طریقی که از طریق کامپیوتر خیلی راحت‌تره، چون یه کیبورد بزرگ دارید، تصویر بزرگ دارید، دیگه احتیاج نیست روی موبایل کار کنید. از طریق کامپیوتر راحت‌تره، نوع راحت‌تر. و خیلی از افراد این رو میس میکنن و نمیدونن که قابلیت اس ام اس فرستادن و اس ام اس گرفتن در کامپیوتر از طریق یک موبایل برادبند وجود داره و خیلی هم راحت و خیلی هم بهتر از مال تلفنه. چجوری هست؟ باید تو همسیده خاصی بری؟ نه، شما یکی از راحت ترین کار، اولا همسیده ها و وب پیج های مختلفی هست که این کار رو میکنن، با پرداخت کردن مبلغ کمی این کار رو انجام میدید، یا بعضی وقتا سایت هایی هستن که به صورت مجانی کار میکنن ولی تبلیغ میذارن در اسمس شما، یعنی اون یکی دو خط آخر رو یه لینکی هست یا یه تبلیغی هست که شما میتونید استفاده کنید. هم رو سایت تلتوبو هست، هم رو سایت های شرکت های دیگه هم همین سیستم داره. اس ام اس مجانی از طریق اینترنت میتونید. بله بله. منتها در خیلی از موارد، حالی دو سه تای اولی شاید مجانی باشه، ولی بعدن
یا تبلیغ میزنه توش یا باید پول بدید که این کار انجام بدید. من چند تا پیدا کردم، فقط یکی یا دو تا برام فرستاد، بعد گفتش که حالا وقتشه که بتالا کنی. بله دقیقا. مثلا بگم بس همسیدایی نداریم که آدم بتونه باش روش افتا کنه بدون اینکه بتالینگ داشته باشه یا اینکه هملیک باشه. نه دیگه ببینید آخه سوالی که میکنید مثل شما خودتون همیشه در جای اون کسی بذارید که این کاری میخواد کنه. برای چی و به چه دلیلی من بیام به یه شخصی یه شنسی رو روی برای مثلا اینترنت بذارم که همه استفاده کنن، هیچ از هیچ کس هم پولی نگیرم مثلا، میدونین؟ یعنی خودتون رو در جای اون آدما که بذارید، برای همین متوجه شید که از یه جایی باید این پول در بیاد دیگه. چون یه نفر اینجا بتالا میکنه، وقتی که شما یک اس ام اس رو میفرستید از صدها راوتر و موبایل سیستم و مست و اینا عبور میکنه، از درست مثل یک ماشینی که از یک جنوب شهری به شمال شهری میره، از چندین چهارراه و از چندین منطقه عبور میکنه. اس ام اس هم همینطوری هست. برای اینکه این کار کنه یکی اینجا باید پول این ترافیک رو میگیره دیگه. ممکنه چند تای اول رو مجانی بفرستن که تست کنید، ولی بعد باید پول بدید. ممنونم از دوتون. خواهش میکنم قربان شما، پیروز باشید. 2398 بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض کردم. درود به شما. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما بفرمایید. سلام با آقای فرانک و آقای نوید. من سوالام خیلی کوتاست. یعنی دوست دارم، یعنی مثلا میخوام، یعنی سوالام یه ذره زیاد میخوام، اگه جواب خلاصه باشه که بتونم سوال دیگه رو بکنم. من آقای فرانک، من از ایران این چیزو یه زمانی آوردم، مال پکیج گردو رو نمیدونم شنیدین یا نه. پکیج چی؟ گردو. اسمش گردو، اونجا که اسمش بود. آها نمیدونم، نشنم. خب که ویندوزای 8 و 7 و نمیدونم یه سری برنامه‌ریزیای دیگه مثلا DVD است تو ایران کپی کردن همه رو تقلبی گذاشتن. خب به چه افتخاری، بفرمایید. آره بعد ازم بوده شما که آقا ما این ویندوز 7 رو زدیم روی کشیدیم روی کامپیوتر رو، بعد ما نمیتونیم اینو آپدیت، یعنی میتونیم حالا اینو ما این ویندوز 7 رو آپدیت کنیم یا نه به قول معروف، چون به ما گفتن که نباید آپدیتش کنیم. آره ببینید متاسفانه برمیگردونه ما رو به این افتخار آفرینایی که ما اینقدر راجبش صحبت کردیم. در رابطه با این واقعی که رخ داده به این صورت است که اگر بخوایم دقیقاً اینو جواب بدیم، جواب این صورت است که بستگی به نوع اون لایسنس کی و اون به اصطلاح اکتیویتری داره که باش اومده. اگر اون اکتیویتر و اون لایسنس به اصطلاح جعلی به صورت درست کار شده باشه، طوری این رو انجام میده که سیستم های مایکروسافت در موقع آپدیت از اون عبور میکنن و این رو به صورت راحت آپدیت میکنن. ولی اگر این کار رو ببخشید، منظور همون کدیه که اینا میگن؟ نه یک اکتیویتر، یک کد هست که در زمینه اینستالیشن استفاده میشه، بعد یک اکتیویتر هست که شما اون رو نمیبینید که در سیستم اینستال میشه. ولی اونایی که این رو جعل کردن اومدن اکتیویتر ها رو هم تغییر دادن و سیستم رو گول میزنن و به سیستم میگن طوری وارد میکنن که ویندوز جدید هست و ویندوز دارای لایسنس معتبری هست. وقتی به سایت مایکروسافت میرید هیچ مشکلی نیست، آپدیت میشه، همیشه به صورت پرفکت کار میکنه. ولی اگر اکتیویتر رو به صورت غلط دیزاین کرده باشن، یکی دو دفعه اول که میرید متوجه میشه، ولی در دفعه‌های بعدی یکی از فایلایی که دانلود میشه خود فایلیه که روی اون اکتیویتر نوشته میشه و برابر این دفعه دیگه که میخواد برید آپدیت کنید بهتون میگه که این ویندوزتون جعلیه و چند وقتی بار یک مسیج اون پایین میاد که ویندوزی که دارید استفاده میکنید لایسنسش معتبر نیست. خب جواب اینه که شما یک جنس دزدی دارید که نباید آپدیت بشه. حالا باقیش دیگه پای خودتون. پس تو ایران این مسئله پس فقط توی ایران، یعنی اینکه خرید فروش میشه، چون الان سیستم یعنی بارکد شده است تو ایران به عنوان هر سال پکیج داره چیز میشه، ارائه میشه. آره بله ببینید تمام فتوشاپ ها توش هست، همه چی توش هست. ببینید متاسفانه یکی از بزرگترین اشکالات ما در کشور ما همین بیقانونی، احترام نذاشتن به حق دیگران، احترام نذاشتن به وقت دیگران، و این در متاسفانه خیلی ما کنار باشن، ولی این در فرهنگ ماست، این در آموزش ماست که آقا مالیات دادن و نمیدونم اینا و اوتفکینگ. یه سری آدم خلافکار این کارو دارن میکنن میفروشن. حالا کمپانیایی مثل مایکروسافت، مثل ادو و غیره هیچ گونه همکاری با کشور ایران و سیستم های ایرانی ندارن. بنابراین اگر من یک کامپ در یک سوئد میام مثلا روی یک کامپیوتر میفروشم که
پروداکت مایکروسافت روش میذارم باید سالیانه و با موقعهای مقرر و مشخص قیمت و پول و حق امتیاز پرداخت کنم به اون کمپانی. برای همین است که یک کمپانی رشد پیدا میکنه، برای همین است که یک کمپانی اوتفکلام میکنه، برای همین است که شما هم اوتفکلام میکنه. یعنی تمام زنجیره ای است که به صورت پیش به جلو میره و اوتفکلام میشه، توسعه پیدا میکنه و بالا میره. بنابراین برای همین است که در خب با اونجای چمکاری نیست و اونجا این کار میکنن و این رو درست میکنن و چون با جایم قراردادی نیست جلوشون رو نمیتونن بگیرن و این پروداکت اونجا فروش میره. ولی در اینجا خب میدونید که جریمه های بسیار سنگین است، به خصوص اگر کمپانی بیاد و یک همچی پروداکت اینجا اینستال کنه، اگر بفهمن بعض وقتا خیلی معمولی 10 میلیون 15 میلیون کرون جریمه خیلی خیلی راحته که و بعد پرداخت کنن اگر مشخص بشه که جعلی استفاده شده. بعد آقا فرانک سوال بعدی اینه که این شاید خیلی سوال شاید کسی دیگه باشه، ما این اپایی که میاریم توی تلفن دانلود میکنیم بعد وقتی که ما رادراش میکنیم پاکش میکنیم واقعا از تلفن میره؟ شما فهمیدید راجع به این مسئله سوال؟ راجع به تلفن دارم میگم. بله سوال خیلی خیلی خوبی کردید و این ما رو به این میرسونه که یکی از راحت ترین و مطمئن ترین راه آن اینستال کردن، ببینید پاک کردن داریم و آن اینستال کردن. پاک کردن یعنی که شما اون آیکون رو از روی موبایلتون پاک میکنید ولی هنوز روی موبایل هست. برای اینکه این کار رو به صورت درست انجام بدید هر موبایلی و هم هر پلتفرمی سیستم آن اینستال کردن مخصوص خودش رو داره. بله. ولی به غیر از اون اپ هایی هست که به اسمشون هست آن اینستال. وقتی که برید بنویسید اپ آن اینستال چند صد اپ میاد که خیلیشون مجانی هستن به نام آن اینستال و یه سطل زباله این همون که رو کامپیوتر هست. بله. اونجاست، اون رو دانلود میکنید و از اون لحظه به بعد هر اپی رو میخواید به صورت کامل از روی موبایلتون پاک کنید، میرید روی اون دگمه یا اون اپ آن اینستال رو میزنید، لیست تمام اپ ها میاد، مارک میکنید اون اپی رو که میخواید پاک کنید و اون برنامه به صورت بسیار تمیزتر و بهتر از این که خود موبایل انجام میده اون برنامه رو پاک میکنه. یعنی منظور این که ما رو اپ دستمون رو نگه میداریم به حالت لرزش پیدا میکنه، مال 4 رو دارم من. درسته که بعد روز اپ در ما میزنیم این اپ چیز میره از تلفن نمیره بیرون. نه از تلفن شما میره بیرون ولی اسپور و یا به اصطلاح لینک این که چه اپی بوده میمونه، ولی اگر میخواید به صورت کامل این رو پاک کنید اون موقع اپ های آنیستال هست که نوع های پولیش حتی به صورت خیلی خیلی دقیق تر پاک میمونه. ولی مثلا برای چی میخواییم پاک به اینقدر دقیق پاک بیم؟ وقتی پاک شده دیگه. مثلا ایشون شما میخواد جا نگیره یا استفاده نشه یا من چرا مثلا توی پیسی وقتی میام نگاه میکنم میبینم هنوز اون چیزایی که من را درا کردم توی پیسیم هست، متوجه هستین؟ یا میخوام نگاه میکنم میگه میخوای دوباره اینا اپنا کنی، دوباره اینو میخوای بازش کنی یا نه؟ درسته. در ضمن اصلا تو این سیستم من نیاد وقتی که میخوام از این سیستم میبرمش بیرون. درسته. همین کاریو که در موبایلتون انجام میدید همین سیستمو در کامپیوتر هم هست. شما میتونید از سیستم معمولی کامپیوتر، حالا اگر ویندوز با اون آن اینستال پروگرام پاک کنید، یا اینکه برنامه‌های آن اینستالی هست که اپلیکیشن‌ها رو به صورت بسیار کامل‌تر و از طریق رجیستری و به صورت کامل‌تر پاک می‌کنه. همین داستان رو در اپ استور هم داریم و در سیستم های سامسونگ. شما میتونید با یا به گوگل پلی برید یا به اپ استور برید و اپ آن اینستال رو که بنویسید چند صد اپ میاد که به صورت خیلی دقیق اپلیکیشن ها و اپ ها رو از اون موبایل پاک میکنن. بعد آقا فرانک ما یه ببخشید آخرین سوالمه، یه تلفن دیگه که وقتی میخوایم بگیریم حالا سیستم اسمارت باشه، مثلا فرض کنید اپل 5 میخوایم بگیریم یا 6 که ان شاء الله میخواد بگیریم، بعد این ما این اپ ها رو دوباره بعد دانلود کنیم روی تلفن جدید؟ یعنی که از طریق آی کد همین پی سی خودمون میتونیم وارد بشه تو یکی تلفن؟ نه ببینید سوال خیلی خوبی کردید که همین سوالی است که هموطنی قبل از شما کرد و براشون توضیح دادیم که اگر برنامه رو گوش کنید سوال رو دقیقاً همین سوال رو کردن، توضیح دادیم و گفتیم که با داشتن یک اپل آی دی و با لاگین بودن در سیستم هر اپی رو که دانلود میکنید بعد چه پاک میکنید چه موبایلتون رو از دست میدید، در قسمت اپ استور وقتی برید پایین موبایلتون رو که نگاه کنید یک ابر کوچولو هست که اون ابر رو که بزنید تمام اون اپایی که قبلا خریدید رو میتونید دوباره اینستال کنید و دانلود کنید. بعد این تلفن رو اگه می‌خواستیم به یکی بدیم این اپ اصلا سیستم خارج بشه با همون آن اینستال میتونیم سیستم رو انجام بدیم که تلفن پاک بشه؟ نه اون موقع باید اسم خودتون رو اپل آی دی تون رو پاک کنید، از توی موبایل لاگ اوت کنید و عکسی چیزی هم اگر پاک کنید، اون موقع دوستتون یا شخصی که این موبایل میگیره باید با اپل آیدی خودش
در واقع ببخشید استاد، شما میرین تو قسمت جنرال بله؟ تلفنتون اون پایین نوشته ریسیت، بعد که نوشته ریسیت تو اون قسمت ریسیت نوشته که چی؟ erase all contact and setting. بله ریسیت all setting، اینا همه رو اینجا نوشته، ولی شما انتخاب میکنه erase all contact ببخشید content and settings. یعنی چی؟ یعنی همه رو پاک کن، بعد میشه مثل روز اول. آخ یک دنیا ممنون از لطفتون، تشکر، فدای شما. قربان شما، خیلی مدام شما، خدا حافظ. با بدرود به شما. 9843 بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود بر شما. خواهش می‌کنم، درود. با درود به شما بفرمایید. یه سوال داشتم فرانک جان، می‌خواستم بپرسم که چطور میشه زمانی که یوتیوب بارگذاری می‌کنیم تبلیغایی که هست رو حذف کنیم، دیگه به اون نقطه نرسه که بخوایم حتما چیز کنیم. این تبلیغا نیاد روی یه بار دیگه بگید نه. وقتی که شما یوتیوب رو بار چی گفتین؟ یه برنامه رو یوتیوب بارگذاری میکنیم ولی نمیخوایم تبلیغ رو ببینیم. من بارگذاری بارگذاری میکنی یعنی چی؟ یعنی یه دیگه یعنی یه دونه در واقع برنامه رو داریم میبینیم، میخوایم ببینیم. ها یه فیلمی رو تو یوتیوب باز میکنید، میخوایم ببینیم ولی آگهیاش نیاد. آره. بله سوال بسیار خوبی کردید و اون به این صورت است که نمیتونید این کار کنید، به خاطر اینکه یکی از بزرگترین برای اولین بار جواب اول گفتی یکی از بزرگترین قسمت ها و مهمترین قسمت های سایت یوتیوب و پول در آوردن از این سایت همین نشون دادن این تبلیغات است. ولی کاری که مدن کردن این است که مقداری از تبلیغات یا تعدادی یا نوعی از تبلیغات، نوعی است که شروع میشه درست قبل از اینکه فیلم شروع شه و پس از یکی دو ثانیه نوشته اینجا رو فشار بدید که این اسکیپ کنید، که این اد رو اسکیپ کنید برید ببینید. من میدونم. بله. من میدونم. نوع دیگه‌ای از اپ ها هست که با یک خطهای زرد کوچکی در طول مدت اون قسمتی که فیلم رو نشون میده که چقدر از فیلم رفته، تیکه های زرد رنگ کوچکی هست که به شما نشون میده که در اون قسمت اد خواهد آمد. شما نمیتونید اد ها رو قطع کنید، نه. یعنی در واقعش اون راه پول در آوردن اوناست دیگه، نمیشه. آره مثلا این شما ببینید من دارم تلویزیون نگاه میکنم میخوام اد نبینم، یا میخوام دارم رادیو گوش میکنم میخوام اد نیاد، نمیتونید کار مگر اینکه فیلم رو دانلود کنید روی کامپیوترتون و اد ها رو از اون طریق پاک کنید و فیلم رو دوباره بچسبونید به هم دیگه. این زن راهشه. خیلی ممنون، قربان شما، پیروز باشید، خدا نگهدار. بریم سراغ آخرین شنونده خودمون در بخش کتاب دانش. بفهمید خواهش میکنم. الو سلام آقا، با درود به شما. چه شانسی داریم ما آخرین نفر شدیم، ولی خب شرمندتون هست. دوستات شرمنده باشه. خوب شما. از حضورتون آقای فرانک از زحمتتون خیلی ممنون. یه سوال داشتم. من یه دونه لپتاپ دارم که این هارد دیسکش خراب میشه. میدونم که ایواز هارد دیسکه. بله. خریدن این هارد دیسک من لپتاپ رو ندارم. چه خیلی گرونه واسه من اینا. بعد از حضورتون یه هارد دیسک دارم از این اکسترنالا. میتونم ویندوزم رو اون اکسترنال بذارم، بعد اونی که توی خود لپتاپ هست میشه قطع بکنم، بعد کامپیوتر با اون ویندوزی که تو اون اکسترنال هودیس هست استارت بزنه و کار بکنه؟ ببینید سوال بسیار خوبی کردید، ولی اشکال کار اینه که خرج تمام این کارها و انجام دادن این کارها 10 برابر خریدن یک هارد درایو است. شما باید به وقت خودتون، به زمان خودتون احترام بگذارید و متاسفانه ما باید به این موضوع فکر کنیم که وقتی من مثلا میرم یک کاری میخوام کنم خرج داره هر کاری. میدونید اول جواب سوالش بله. حالا کاری که شما باید کنید است که تا زمانی که ویندوز 8 به بازار اومد، یعنی زمانی که ویندوز 8 به بازار اومد، ورژن و نوعی از ویندوز 8 رو میتونیم اینستال کنیم روی یک دونه USB مموری. یعنی من USB مموری رو در یک کامپیوتر سالم میذارم، ویندوز 8 رو به صورت مخصوصی روی اون اینستال میکنم و اون رو به هر کامپیوتر دیگه ای وصل کنم، اون کامپیوتر هر ویندوز روش باشه یا نباشه از طریق USB لود میشه و من میتونم بنابراین یک آپریتینگ سیستم هم شدنی رو با خودم داشته باشم. ولی برای اینکه این کار کنی احتیاج به همون دونستن و اینکه این کار چجوری میکنید هست. ولی شما نمیتونید این رو روی یک اکسترنال هارد درایو ضبط کنید، که آپریتینگ سیستم رو روی یک USB اکسترنال هارد درایو ضبط کنید و این رو با خودتون اینور اونور کنید و از کنار لپتاپ لپچید، نه نمیشه. این کار شدنی نیست و قیمت یک هارد درایو که لازم دارید الان سریع ترین SSD هارد درایوی که دارم الان اینو هارد درایو واسه همین گفتم.
نه آخه من راجع به اون هارد درایو صحبت میکنم که توی خود لپتاپه، اون با حدود 7-800 کرون میتونید بهترین هارد درایو رو بخرید بذارید توش. منتها بعد این دفعه باید ویندوز رو هم اینستال کنید، یعنی خرج این داستان اگر به صورت درست انجام شه حدود 350-400 یورو، یعنی حدود 3,500-4,000 کرونه. خیلی ممنون. قربان شما. سپاسگزارم، پیروز باشید. خدا نگهدارت. خب فرانک عزیز، ازت متشکرم به خاطر برنامه. 1001 خبر موند. هیچ اشکالی، هفته آینده مال ماست. دنیا مال ماست. در کنار شما خواهیم بود فرانک عزیز. چه اخباری رو میس کردیم دوستان. آخه. دوستان عزیز، برای آخرین اطلاعات به کتاب دانش.com برید و با فرانک اگه می‌خواید صحبت کنید 0705 544 08. با درود به شما شنوندگان سلا برنامه. خدا نگهدار.